أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم به نستعين إنه خير الناصر و معين. در روی کرده قدرت مدار قبلا اشاره کردم که وقتی بخوان به کشورشون ابرقدرتی رو به مردمشون القا کنند از یک نمادهایی استفاده میکنند و یک رویکرد سمبولیک و نمادگرایانه رو مبنا قرار میدن که شاخصش ساختن و پرداختن مارول های زیادیه که در صنعت مارول یا ابرقهرمانان خب آمریکایی‌ها الان بیش از 200 سوپر هیروز یا ابرقهرمان دارن که طبعا خیلی از اینا برای شما شناخته شده است. شاخص ترین اینا که سوپرمن نامیده میشه، اسمش سوپرمن یعنی ابر انسان، ابر مرد، به نسبت سوپر پاور ابر قدرت. هر کشوری که ابر قدرته میاد یک سری ابر انسان رو طراحی میکنه که این چارچوب برای مردمش روشن بشه که ابر قدرت بودنشون حاصل جامعه ابر انسان هاست، یعنی جامعه مرکب از انسان هایی که هر کدومشون ابر انسانن، سوپرمنند. وقتی یه جامعه زیاد سوپرمن داشت و همه انسان ها ابر انسان بودن، خب کل اون جامعه میشه جامعه به اصطلاح ابرقدرت، سوپرمن برای سوپر پاور. البته خب اینا در مسیر بعدن به موازات سوپرمن تعداد زیادی سوپر وومن هم طراحی کردن و شخصیت سوپر وومن رو هم به خصوص دیگه از دهه 1970 به بعد، چون سوپرمن در دهه 1930 کمیک استریپش طراحی شد 1938 و طبعا با فاصله تقریبا مثلا 40 سال بعد رفتن به مرور یواش یواش سراغ شخصیت سوپر وومن و در کنار ابر مردها ابر زنها رو هم طراحی کردن. این البته فقط خاص آمریکایی‌ها نبود، هیتلر هم در آلمان وقتی حرکت حزب نازی رو شروع کرد و کشورگشایی و جهانگشاییش رو شروع کرد و میخواست حمله کنه کشورهای مختلف رو در اروپا بگیره، او هم یه نکته رو در یک سخنرانیش یه موقعی گفت که اون ابر انسانی رو که نیچه ترسیم کرده، من اون ابر انسان رو مثلا دیدم، فرض کنید شهود کردم. یک مفهومی داره نیچه در فلسفهش به نام ابر مرد. این اصطلاح ابر مرد نیچه الهام بخش هم آمریکایی‌ها بود و در دهه 1930 آمریکایی‌ها رفتن به سمت ترسیم اون ابر مرد. هم خود هیتلر در آلمان در ماجرای جنگ جهانی دوم به انسان آلمانی حقنه می کرد، القا می کرد که الان انسان آلمانی یک ابر انسان آریاییه، در نژاد ژرمن، در نژاد آریایی، نژاد برتر. لذا در نژاد پرستی حرفشون این بود که باید بقیه نژادها تابع اینها قرار بگیرن. در آلمان یک اصلاح نژادی رو شروع کردن، کسانی که از نژادهای دیگه بودن رو طرد می‌کردن، از خاک آلمان بیرون می‌کردن. یا نکاتی که خب قطعا شنیدید که اینها برای اصلاح نژاد و اصلاح نسل در کشورهای دیگه می‌گشتن. حالا اون موقع علم ژنتیک در حد و قواره و قابلیت های امروز نبود که بتونن از نظر ژنتیکی و دی ان ای این رو روشن کنن و بشناسن، اما میکوشیدن که
با نگاه نژاد پرستانه ابر انسان رو از حیث نژادی میگن، مثلا از نظر نژادی این انسان ها خیلی برترند، برتری نژادی. خب پس ما یک مفهوم فلسفی داریم به نام ابر مرد، ابر مرد در اندیشه نیچه. این ابر مرد میاد در خود آلمان به یک حرکت نژادی می انجامه توسط هیتلر، و هیتلر سعی میکنه که حرکت ابرقدرتی خودشون رو با اعلام برتری نژاد ژرمن، یعنی نژاد آریایی صورت بده. در آمریکا همون موقع این مفهوم رو یهودی ها میگیرن. دو تا یهودی، یکیشون اسم شوستر بوده، اینها میان یک مارولی رو به صورت کمیک استریپ طراحی میکنن به اسم سوپرمن. مشکلات اقتصادی دهه 1920-1930 اثراتش هنوز مثلا بعد 7-8 سال مونده بود. اینا اول شخصیت سوپرمن یه شخصیت عدالت اجتماعی بود، بیاد مثلا مبارزه کنه با این فساد اجتماعی، فساد اقتصادی، و عدالت اجتماعی رو به وجود بیاره، عدالت اقتصادی رو. بعد یواش یواش دیگه تبدیل شد به یک چهره کلیدی برای حرکت‌های سیاست خارجیشون، در اینکه در سیاست خارجی آمریکا نماد آمریکا رو بگیرن این شخصیت سوپرمن. چون دیگه بالاخره بعد از جنگ جهانی دوم، یعنی 1938 که اولین کمیک استریپ طراحی شد، 1945 یعنی تقریبا 7 سال بعد جنگ جهانی دوم تموم شد و حالا ضرورت داشت که آمریکا چون جانشین انگلیس شده بود و تونسته بود به جای انگلیس، چون تا اون موقع انگلیس ابرقدرت غرب بود، حالا آمریکا شده بود ابرقدرت و سوپر پاور، حالا لازم بود که به مردم آلمان، به مردم آمریکا القا کنن که ابرقدرتن. و این القا به نسل کودکشون، به نسل نوجوانشون، به نسل جوانشون و به مردم دنیا که الان شما دیگه با یک ابرقدرتی به نام آمریکا روبرو هستید، یک شرایطی رو به وجود آورد که سوپرمن رو بازسازی کردن، بعد تبدیل شد به یک سری انیمیشن، بعد تعداد زیادی فیلم سینمایی، بعد تعداد زیادی سریال، و در یه بازه تقریبا الان میشه گفت 80 ساله، بیش از 80 سال، بیش از 120 فیلم سینمایی، سریال، انیمیشن، و حالا تعداد بازی کامپیوتریش رو خبر ندارم، بازی کامپیوتری هم براش که ساخته باشن که، یعنی اگر شما این 80 سال رو 120 فیلم سینمایی، سریال و انیمیشنی که براش ساخته شده رو تقسیم به 80 سال کنید، 120 کار انجام شده. طبعا مثلا سالی 1.5 کار تولید شده، یعنی سالی یک فیلم سینمایی یا یک انیمیشن یا یک سریال و نصف دیگه از یک کار دیگه. خب تقریبا الان در فرهنگ جهانی این جا افتاده است، قبلا هم اشاره کردم سوپرمن حس سوپر پاور بودن و ابرقدرت بودن رو به آمریکایی‌ها داد. نکته اول اینه که رنگ لباسش که همونطوری که گفتم رنگ پرچم آمریکاست، آبی و قرمز پرچم آمریکا. مسئله دوم اسی که روی سینش هست، همون کلمه سوپر پاور و ابرقدرت. مسئله سوم که در 1392 دیگه لو رفت و یک حاخام یهودی این رو اعلام کرد، این بود که این کلمه کال ایل که اسمش هست، اسم سوپرمن کال ایله به زبان عبری، مثل اسرائیل، مثل جبرائیل، مثل میکائیل، مثل ازرائیل. ایل یعنی خدا، یعنی الله. این کال ایل یعنی کلیم الله، یعنی کسی که با خدا صحبت میکنه و خدا جوابشو میده و این جواب خدا رو میده، که خب میدونید کلیم الله یعنی حضرت موسای کلیم. در واقع اون حاخام یهودی 1192 تقریبا 8 سال 9 سال پیش دیگه اعلام کرد که این در واقع همون برگرفته از شخصیت حضرت موسی است، یعنی
یک رویکرد یهودی در این مارول، در این شخصیت ابرقهرمان، شخصیت ممتاز وجود داره که همونطوری که یهودی ها حضرت موسی رو منجی می شناختن و می شناسن که از به اصطلاح بیرونه، یعنی از مصر خارج شد، از دست فرعون و سربازان فرعون فرار کرد بعد از اینکه اون فرد کشته شد در درگیری با حضرت موسی. مدتی در بیابانهای سینا بود، چوپانی میکرد برای حضرت شعیب، چون شده بود داماد شعیب، قرارش این بود که برای اون کار کنه. بعد از یه مدتی که خب با حضرت خضر آشنا شد، همراهی حضرت خضر رو داشت. بعد در مرحله پیری که دیگه خدا انتخابش کرد و برگزید حضرت موسی رو به عنوان پیامبر و ابلاغ رسالت رو به عهده ایشون گذاشت که ایشون بلند شه بره درباره فرعون و فرعون رو به خدا دعوت کنه، انتخابش کرد. بعد که آمد در مصر، سوای از دعوت فرعون، قوم بنی اسرائیل رو نجات داد، یعنی اون اکسودوس یا همون خروج که خارج کرد قوم بنی اسرائیل رو از مصر، و وقتی به اون رودخونه عظیم رسیدن اون عصاش رو کوبید و آبها شکافته شد و اینا فرار کردن، و بعد فرعون آمد و در با سوارانش با نیروهاش آمدن در وسط این آب قرار گرفتن و آبها به هم اومدن و غرق شدن نیروهای فرعون. منجی در مسیحیت میشه مسیح که بر میگرده روزی و نجات رو رقم میزنه. منجی در اسلام که وجود نازنین حضرت حجت عجل الله تعالی فرجه شریف هست، این هم که مؤلفش برای شما شناخته شده است، یهودی ها منجی رو قبلا معتقدن که یه بار اومده یهود رو نجات داده، یعنی حضرت موسی نجات داده. با همین فرهنگی که حضرت موسی نجات دهنده قوم بنی اسرائیل بوده، همچنان اینا منظورشون از منجی حضرت موسی است که بیاد و نجات بده. البته ماشیه که در ادبیات عبری و در اندیشه یهود مطرحه، این ماشیه میشه همون حضرت، یعنی منجی که میاد یعنی اون حضرت مسیح. ولی در هر صورت حضرت موسی رو منجی میشناسن، کسی که نجات میداد و نجات داد. خب همونطوری که مستحضرید، سوپرمن یک شخصیت منجیه، یعنی هواپیما داره سقوط میکنه میاد جلو سقوطش رو میگیره، قطار داره نمیدونم میره بیفته یه جایی میاد جلوش رو میگیره، نمیدونم اون گربه اون بچه رفته روی شاخه درخت وایستاده نمیتونه بیاد پایین، سوپرمن میاد اون گربه بچه رو میاره میذاره پایین. و یعنی به عنوان یک منجی، یک شخصیتی که ناجیه و نجات دهنده است. مؤلف اول پس این بود که لباسش پرچم آمریکاست. مؤلف دوم اینه که این به تعبیر اون حاخام یهودی، این همون کالئیل، همون کلیم الله است، موسای کلیمه. خب میدونید یهودی های اصلی دو تا ویژگی نژادی دارن. یهودی ها که میدونید سامی هن، یعنی عرب، مثل عرب و عربا و عبریا دوتاشون یک نژادن، نژاد سامی. نژاد سامی عرب ها نژادیه که پوست تیره دارن با موی نسبتاً مجعد یا فر، نزدیک به سیاه‌پوستا، چون سیاه‌پوستا پوستشون کلاً تیره است و موهاشون فره. حالا عرب ها نسبتاً مثلاً تیره ولی یا سبزه ولی با موی مجعد، حالا شاید مثلاً بعضاً بعضیشون هم فر. ولی عبری ها موهاشون مشکیه مثل عرب‌ها ولی صافتره، چشماشون هم آبیه، نزدیک به آبی. اینی که شما
به عنوان یک نماد و نشانه در همه انیمیشن های غربی. هر کجا دختر چشم آبی هست اون یهودیه، یعنی شخصیت سیندرلا یک دختر یهودیه، شخصیت سوپرمن یک شخصیت یهودیه، یعنی با شخصیت هایی شما در این آثار مواجه هستید که چشماشون آبیه، موهاشون مشکی، ولی مثل موهای عرب ها خیلی مجعد یا نیمه فر نیست، بلکه یه مقدار مجعده یه مقدارم صاف. البته این یهودی ها بعدن وقتی در منطقه قفقاز مستقر شدند، این خزر که میشنوید، این کلمه خزر مربوط به قوم یهودی بالای منطقه قفقاز. این کلمه خزر به این خاطر خیلی ها اعتراض دارن که چرا روی این دریا چه گذاشته میشه و چرا ما میگیم دریای خزر، چون در مورد یک قومی هن که نسبتاً وحشی بودن و بعدم رگه های یهودی داشتن. یه درصدی از اینا هم که در همین اروپای شرقی بودن، لهستان و اوکراین و روسیه و اون مناطق، اونا هم همطوری که میدونید خب به تبع شرط آب و هوایی و اختلاط نژادی ترکیب شدن با نژاد اسلاو. این چشم آبی بیشتر مال نژاد اسلاوه. روس ها نماد ظاهریشون موی بلوند و چشم آبیه، یهودی ها موی مشکی با چشم آبیه. این هم برمیگرده به اختلاط نژادیشون دیگه، از نظر نژادی در طول چند هزار سال در اروپای شرقی با اسلاو ها، نژاد این شرق اروپا اینا اسلاون، از کشور اسلوونی گرفته تا بلاروس و اوکراین و روسیه و اینا نژادشون نژاد اسلاوه. ترکیب نژاد عبری با نژاد اسلاو این شده که خب اینا اکثرا چشاشون نزدیک به مثلا رنگ آبی و موهاشون عمدتاً مشکی. حالا اینایی که الان بعضی از حاکمان رژیم صهیونیست هستن، اینا چون ریشه اروپای شرقی دارن خیلی هاشون، خب اینا یه مقداری بعضن موهای بور و قیافه های اروپایی هم دارن. اما من حیث المجموع یک نمادی است که جریان یهودی حاکم بر هالیوود در فیلم های سینماییشون، در سریال هاشون، به خصوص در انیمیشن ها سعی کردن القا کنن و در نماد شناسی چاره ای نیست جز این که شما این رو بشناسید. و لذا همونطوری که این حاخام یهودی اعلام کرده بود، سوپرمن در واقع برگرفتن از شخصیت حضرت موسی است، مثل حضرت موسی منجیه، نژادش سامیه یعنی موهاش مشکیه و قیافش اصلا اروپایی و آمریکایی نیست، یعنی اصلا مشخصهای صورتش به نژاد انگلو ساکسون یعنی انگلیسی آمریکایی نمیخوره، به نژاد مثلا جرمن نمیخوره یعنی آلمانی، به نژاد اسکاندیناوی یعنی دانمارکی ها، سوئدی ها، نروژی ها و غیره، مثل وایکینگ ها و اینا نیست، شبیه مثلا اروپایی های جنوبی مثل فرانسه و اینها نیست، اروپایی های لاتینی یعنی ایتالیا، اسپانیا و انگلیس خب موهاشون مشکیه، اما این قیافه شبیه اونا نیست، قیافه شبیه شخصیت های به اصطلاح یهودیه. پس این نکته توجه بهش جدیه و بعد حتما مد نظر داشته باشید که خودشون اعلام کردن این حضرت برگرفته از شخصیت حضرت موسی است، منجی از این جهت. نکته سوم اینه که این از آسمان اومده، از کرات دیگه اومده، از کرایپتونایت اومده و شخصیت آسمانیه، شخصیت فضاییه. الغای این که این از یه جای دیگه اومده، از بیرون کره زمین و شکست ناپذیر. منجی آمریکا نیست، منجی کل سیاره است. شهر مرکزی که همیشه در این
آثار سوپرمن مورد مطالعه قرار میگیره. شهری که در موردش صحبت میشه اون شهر اسمش متروپولیسه. متروپولیس یعنی مادر شهر، پولیس یعنی شهر، متروپولیس یعنی شهر مادر، شهر اصلی. مادر شهر اصلی جهان الان چیه؟ اسمش نیویورک، یعنی مرکز سازمان ملل، مرکز بازار بورس وال استریت، مرکز به اصطلاح فدرال رزرو آمریکا، اون جایی که مرکز فعل و انفعالات اقتصادی و سیاسی جهان محسوب میشه، اون متروپولیس. مؤلفه بعدی در سینمای سوپرمن که باید بهش توجه داشته باشید، مسئله دیلی پلنت، روزنامه به اصطلاح سیار است. پلنت یعنی سیاره، دیلی پلنت یعنی روزنامه سیاره. و همیشه در این سلسله آثار یک روزنامه است به اسم روزنامه دیلی پلنت، ساختمون اصلی داره، یک خبرنگار معروف داره، زنی است که به اصطلاح میس لین، این خانم لین. حالا در بعضی از آثار سینماییش مثلا یک شوهر ثروتمندی داره، در بعضی از اینها مجرده، در بعضی از اینها معشوقه سوپرمنه، در بعضی از اینها مثلا با اون دشمن سر و کار داره، دشمنی که اسمش لکس لوتره. لکس لوتر در داستان سوپرمن یک مرد کچل تاس، نماد چیه؟ فرعون. یعنی چون فرعون تاس بوده در مقابل حضرت موسی، در همه فیلم های سینمایی و همه سریال های مربوطه و انیمیشن ها شخصیت مخالف یعنی لکس لوتر همون نماد فرعونه که روبروی حضرت موسی است و درگیر ایجاد میکنه. اما حالا این زن میس لین در بعضی از این آثار مثلا این شوهر داره که یه آدم معمولیه و ثروتمنده، در بعضی از این آثار مجرده و مثلا همراه سوپرمنه، در بعضی از این آثار به اصطلاح نزدیک به لکس لوتره. یعنی حالا با توجه به اینکه نزدیک 120 فیلم سینمایی، سریال و انیمیشن یا بازی کامپیوتری ساخته شده در این حوزه، الان فرهنگ دیدن سوپرمن خودش فرهنگه، یعنی باید در واقع شما مؤلفه هاش رو بدانید که بعد تازه متوجه میشید چرا در یه اثری مثلا فرض کنید لکس لوتر دشمنه، توی یه اثری لکس لوتر دوسته، در یه اثری چرا این خانم لین از روزنامه‌شون اومده مثلا با سوپرمنه، توی یه اثر دیگه ای مثلا شوهر داره بچه داره، توی یه اثر دیگه ای با لکس لوتره. اینها طبیعتاً اون خط دراماتیک رو در اثر وقتی میخواد شکل بده در اون فیلم، طبعاً شناخت اینها مؤلفه‌ای است که باید بدانید که چرا فیلمنامه نویس و کارگردان به این سمت رفتن. خب از 1938 قبل از جنگ جهانی دوم و یک سال قبل از آغاز جنگ جهانی دوم تا سال 1400 یعنی سال 2020 یعنی پارسال، اینها بیش از 120 فیلمی که ساختن در این زمینه، غیر از بتمن، غیر از مثلا شزم، غیر از انواع این مارول ها و شخصیت های اسطوره ای که برای منجیگری و قهرمانگرایی در جامعه خودشون ساختن، سوپرمن جا افتاده ترین شخصیت منجی در آثار اینهاست که اصلی ترینه. چرا اصلی ترینه؟ چون آمریکا سوپر پاوره. حالا یک سوپرمن میاد میگه که چطور باید جامعه سوپر پاور باشه، ابر انسان، ابر قدرت. پس یکی از راههایی که قدرت ها کشور خودشون رو میخوان ببرن بالا و به نسل بعد القا کنن که ما ابر قدرت هستیم هم اینه. خب طبعا اهمیت رسانه ایش، اهمیت فرهنگیش، اهمیت احساسی که اثر هنری القا میکنه، اهمیتش در اینه که خب شما میدونید هر ساعتی که تلویزیون جمهوری اسلامی یا رادیو جمهوری اسلامی رو باز کنید، یه کارشناسایی دارن میگن که الان ما اینجا یه مشکلاتی داریم در کشورهای پیشرفته، مثلا این وضعیت اینجوریه، الان ما یه بدبختیایی داریم در کشورهای پیشرفته، الان سازوکار اونجوریه.
یعنی مدام هی یه جاهای پیشرفته ای هست که چماقش میکنن میزنن تو سر شما. الان وضعیت هوا گرمه، یک ضعف مدیریتی در وزارت نیرو بوده، پشت سدها آب کمه، خشکسالیه، طبعا مشکلات انتقال آب و مشکلات برق جدیه، یه بخشش ضعف مدیریتیه، یه بخشش هم فشاری است که داره وارد میشه به شبکه به دلیل اینکه برق، یعنی این ظرفیت تولیدی برق کفاف نمیده، هوا هم گرمه، مردم زیاد مصرف میکنن. از سوی دیگه خشکسالی هم هست دیگه بالاخره. حالا تو بعضی استانها خشکسالی، فشار آب، فشار کمبود آب مردم رو اذیت کرده، در بعضی استانها هم که کمبود برق مردم رو اذیت کرده. اما شما میدونید الان مثلا در آمریکا به دلیل گرما، آمریکا و کانادا، تعداد زیادی از افراد در حد 80 نفر، 100 نفر، 200 نفر، 300 نفر کشته شدن. یعنی در سر گرما اینقدر وضع خرابه که طرف کشته شده. حالا اینجا یک جرقه میخوره، مثلا جنگل های کوهستانی زاگرس آتیش میگیره، بعد میبینید دو سال پیش توی کشور استرالیا آتش سوزی در تابستون انقدر طولانی شد در طول چند هفته که نیم میلیارد حیوان فقط از بین رفت. یعنی حیوانای شاخصی که توی اون فضای طبیعی، محیط طبیعی استرالیا هستن. یعنی فاجعه زیست محیطیش به قدری وحشتناک و عجیب و عظیم بود که اصلا قابل قیاس نبود، اما هیچ انعکاسی در جامعه ما نداشت. آقا استرالیا فوری تو ذهن شما میاد، یک جامعه خوب، یک جامعه باثبات. در طول آتش سوزی های همین ایالت کالیفرنیا همین چند روز گذشته، خب چقدر محیط زیست اینا نابود شده. اما تا میان بشینن توی رسانه سراسری ایران در مورد حفظ محیط زیست و مقابل با این آتش سوزی ها بگن، فوری اونجا رو میکنن چماق میزنن تو سر انسان ایرانی. الان دو سه روز توی آلمان و بلژیک و کشورهای اروپای شرقی، اروپای غربی سیل اومده. خب بیش از 80 نفر که کشته شدن، بیش از 1000 خورده نفر که اصلا مفقود شدن. حالا یه سرزمینی که همیشه سنت نیست سیل بیاد، سیل اومده بالاخره فاجعه درست کرده، کلی انسان جانشون از دست دادن یا مفقود شدن. حالا بعد اینجا مثلا سیل میاد، بعد بلافاصله 4 تا کارشناس که میارن بشینن تو تلویزیون، اولین چیزی که میگن در کشورهای پیشرفته در مواجهه با سیل. آقا در کشورهای پیشرفته در مواجهه با سیل چی؟ خب هر کجا سیل میاد که میکشه، میبره، نابود میکنه، هر کجا زلزله میاد نابود میکنه، هر کجا آتش سوزی میشه تو جنگل هاشون تخریب محیط زیست به وجود میاره، هر کجا فشار، یعنی هوا گرم میشه مردم از گرما میمیرن، ضمناً فشار به آب و برقشون وارد میشه. این اتفاقات همه جای دنیا میفته، خسارتش هم همیشه از جامعه ما بالاتره. اما ما وقتی هوا گرم میشه، خب شما نشنیدید کسی به خاطر گرما از دنیا بره. سیل که میشه مثلا تعداد کسایی که آب میبره یا جانشون از دست میدن خب همیشه اینقدر نیست. اون سیل عظیم دو سال پیش تو اید که آمد تو شهرهای مختلف، خسارتش اندازه این سیل 24 ساعته داخل آلمان نبوده. ولی خودتحقیری، این خودتحقیری در مقامات کشور، خودتحقیری در استادان دانشگاه ها که آقا ما که دوچرخه نمیتونیم تولید کنیم، صادر کنیم، چطور ما مدعی هستیم واکسن تولید کردیم؟ ببینید این استاد ممتاز دانشگاه تهران، استادیه که همه رسانه‌های فارسی زبان خارج از کشور بهش آنتن میدن، داخل کشور هم صدا و سیما بهش آنتن میدن. این کسیه که روزنامه‌های جریان اصلاح طلب هر هفته در صفحه اولشون، یعنی با یک جدول زمانی مشخص، مثلا این هفته این روزنامه در صفحه اولش به این فرد برندی رو براش ایجاد میکنه، به این فرد تریبون میده حرفشو بزنه، هفته بعد روزنامه بعدی، هفته بعد روزنامه بعدی، هر هفته خبرگزاری‌های مختلفشون، یعنی سعی میکنن این فرد رو هی برجسته و بولد کنن. این فرد نماد چیه؟ چه تفکری رو میخواد برای اینا به نتیجه برسونه؟ این تفکری که همین هفته گذشته توییت زد، همین تفکر رو که ما که نمیتونیم دوچرخه تولید کنیم، چجوری مثلا داریم واکسن تولید میکنیم؟
یعنی خود تحقیری. حالا سیل جای دیگه دنیا که بیاد میزان تخریب و نابودیش از ما بیشتره، زلزله جای دیگه دنیا که بیاد میزان تخریب و نابودیش از کشور ما بیشتره، آتش سوزی های داخل مناطق جنگلی کوهستانی وقتی رخ میده از کشور ما فاجعهش بیشتره و خسارتش بیشتره. یه ساختمان اینجا ریخ به نام پلاسکو، بردنش تو بازی های سیاسی و جناح سیاسی داخلی برای زدن یک جناح سیاسی و بعد ضد انقلابم در خارج از کشور کردش، مثلا نماد ناکارآمدی در مدیریت این قضیه. چند هفته بعدش در انگلیس یک ساختمان و برج اینچنینی آتیش گرفت، همچنان مخروب است. و یکی دو هفته گذشته در آمریکا یک ساختمان عظیمی فرو ریخت. اینا تونستن مثلا تعداد کمی از جنازه ها رو پیدا کنن و بیش از 100 خورده نفر جنازه هاشون پیدا نشد، ساختمون فرو ریخته بود، اونا دیگه منصرف شدن از پیدا کردن جنازه ها، کل ساختمون و بساطش رو منفجر کردن، جمعش کردن. یعنی اگر مدیریت ساختمون مثلا مجتمع بزرگ به ساختمون و یک در واقع برجی باشه که خراب بشه، انگلیس و آمریکا از ما عقب‌ترن. این سه تا ساختمان شما بگیرید نماد که همین اتفاقاتی که افتاد، اتفاقاتی که دو هفته پیش در آمریکا افتاد، اتفاقی که در به اصطلاح پلاسکو افتاد در ایران در خیابان جمهوری، و اتفاقی که توی کشور انگلیس افتاد در لندن. آنچه در کالیفرنیا رخ داده در مناطق جنگلیشون و مدام هم هی آتش سوزی دارن، همیشه هست، مستمر، هر سال، نه که بگید یه بار دو بار سه بار، آتش سوزی اونا رو و ویرانی های اونو ببینید و اثراتی که اون داره. اتفاقاتی که در استرالیا افتاد دو سه سال پیش که اعلام کردن 500 میلیارد، یعنی 500 میلیون حیوان به اصطلاح شاخص از بین رفت، حالا نمیدونم کانگاروهاشون، نمیدونم انواع حیوانای، و چقدر مناطق گسترده نابود شد. اصلا کلن کشور استرالیا کشور بیابونیه، کویریه، جنگلی نیست. حالا اون مختصری هم که داشت که اینجوری نابود شد. درباره سیل، خب همیشه چین سیل میاد، بنگلادش سیل میاد، پاکستان سیل میاد، حالا این دفعه سیل آلمان توی اروپا. میزان خسارتی که ایجاد کرد و میزان کشته، حالا شما ببینید در نسبت با سیلای داخل کشور. مسئله یه پاندمی به نام ویروس کرونا، کووید 19 که اومد، آمریکا تو این زمینه دچار مشکل شد، انگلیس دچار مشکل شد، روسیه امروز، اندونزی و بعدم روسیه، امروز همین امروز بالاترین آمار مال اندونزی بوده مرگ و میرش، و دوم مال روسیه بوده. ایتالیا تو اون 7-8 ماه اول بدترین وضعیت رو داشت، خود آلمان، برزیل، هند. اما جو خود تحقیری که یکی بلند میشه دست زن بچه‌شو میگیره میره کارتون خوابی میکنه کنار نمیدونم فلان درمونگا توی ارمنستان، یه گروه هم که اینجا نمیدونم مسخره میکنن ما که نمیتونیم دو چرخ تولید کنیم، چجوری مثلا واکسن تولید کردیم، حالا ما تحریم بودیم، منابع اولیه برای تولید هیچی دستمون رو نگرفته، مشکلات مادی و مالی داشته ساختار حکمرانی در ایران، ولی اون کشورها که همه مناسبات و روابط رو با هم دیگه دارن، دسترسیشون به منابع راحت، انتقال علم و تکنولوژی راحت صورت میگیره، منابع مالی دارن، تحریم نیستن، تعاملاتی با هم دارن، وضع ما در قضیه مهار کرونا به مراتب از بقیه کشورها بهتره. اما وقتی قرار خود تحقیری صورت بگیره، میگی موشک ساختیم، میگن رفتید کپی کردید، میگی در انرژی اتمی به اینجا رسیدیم، میگن آقا به چه درد میخوره؟ خب به این درد میخوره که الان برق نداره دیگه، اگه انرژی اتمی درست حسابی داشتی که، یا از توان سیستم اتمی انرژی اتمی استفاده میکردی، الان میتونستی کلی آب شیرین کن داشته باشی، شما این همه ساحل داری، 2000 کیلومتر ساحل داری، از دریا آب بگیر شیرین کن، و مثل همین کشورهای جنوب خلیج فارس که آب شیرین کن دارن، مشکل آب مردم خوزستان و سیستان بلوچستان حل کن. مدام خود تحقیری، این خود تحقیری
اگر برسه به جایی که یه دفعه شما یه قاسم سلیمانی مثلا ببینی شهید شده، یه دفعه میخواد به جامعه بگه ما توانستیم، ما شدیم، ما این گونه ایم، ما هستیم، فوری میان تخریب میکنن. اگر بگی مثلا شما انسانهایی مثل محسن حججی داشتید که نرفته تو اینستاگرام دنبال شاخ بازی و پلنگ بازی و یه انسانی بوده که تراز بوده، فوری شروع میکنن تخریب کردن، فوری ها. یعنی پس باید برجستگی های یک ملت رو زد. این ضربان مسئله استراتژیک آمریکایی است. میگن هنگامی که شما چکش در دست دارید همه پدیده ها رو میخ میبینید، هر چیزی برجسته باشه میخواد بکوبید تو سرش. اما خودشون چه کار میکنن؟ خودشون وقتی کووید 19 میاد بدترین راندمان کاری رو دارن. فرانسه، انگلیس، ایتالیا، آمریکا، کانادا. وقتی آتش سوزی میشه بدترین راندمان کاری رو در جنگل هاشون دارن. هنگامی که برجی، ساختمان بلند چیزی آتش بگیره، بدترین راندمان امداد رسانی رو دارن. هنگامی که سیل میاد بدترین راندمان امداد رسانی رو دارن. بماند که حالا تبدیل شدنشون به ابرقدرت در این دوره مثلا فرض کنید 300 400 ساله ای که رسیدن به اینجا الان تو این مرحله قدرت هستن، اینو که من بارها گفتم که اینا آفریقا رو غارت کردن، هند و اندونزی و کشورهای دیگه در آسیا رو غارت کردن، قاره سرخپوستا رو غارت کردن، آوردن توی اروپا، اسمشو گذاشتن تمدن جدید. که وقتی در اجلاس آکرا، شهر پایتخت غنا، در 1991 بعد از فروپاشی شوروی یه همایشی برگزار شد زیر نظر سازمان ملل که روشن کنن که قاره آفریقا چقدر در 400 سال ازش منابع دزدیده شده، عددی که سازمان ملل اونجا اعلام کرد 777 تریلیون دلار بود. 777 هزار میلیارد دلار که سهم انگلیس اعلام شد 180 میلیارد دلار بوده، نه 180 میلیارد دلار امروز ها، 180 تریلیون دلار، 180 تریلیون دلار اون روز، مثلا 200 سال پیش، 300 سال پیش. ببینید 700 تریلیون دلار اینا غارت کردن از آفریقا، یعنی منابع انسانی سالم اینا رو به اسم برده بردن، تمدن خودشون رو ساختن. این مرد و زنای سالم رو بردن به اسم برده توی سرزمین سرخپوستا، با این سیاه‌پوستا آمریکا جایی رو که گرفته بودن ساختنش، اسمش گذاشتن آمریکا. طلای مردم مناطق سرزمین سرخپوستا رو بردن، مثلا ادبیات دارن، کتاب براش دارن، جویندگان طلا، نمیدونم، در به در دنبال طلا میگشتن. یعنی اروپایی‌ها ریختن تو خاک سرخپوستا، فقط میگشتن دنبال طلا. این همه براش فیلم ساختن و کتاب نوشتن. افسانه الدورادو در مورد اون جنوب آمریکا که اسپانیایی‌ها دنبال جایی میگشتن که اصلا کوه طلاست. پس اروپای امروز در 400 سال گذشته 777 تریلیون دلار ثروت غارت کرده از جهان. تازه الان که رسیده به جایی که خیلی شاخص و برجسته است، چی داره؟ یه سیل میاد همه چیز آلمان رو میبره، یک مشکل کرونا میاد ایتالیا دچار مشکل میشه، انگلیس دچار مشکله، نمیدونم فرانسه دچار مشکله، خود آمریکا دچار مشکله. اما ببینید با همه اینها ما که دست تو جیبش ملتی نکردیم. ما 300 سال گذشته به هیچ کشوری حمله نکردیم، یعنی از بعد از نادرشاه افشار تا الان ما اساسا در هیچ جنگی به هیچ جا سعی نکردیم تجاوز کنیم، مثلا تعدی کنیم، غارت کنیم. در دوره قاجار هم که اون جنگ های ایران و روس بود، خب هرچی هم اینا می جنگیدن یه تیکه کشور از دست می دادن دیگه. ما تو این 200 سال گذشته افغانستان از دست دادیم، گرجستان و ترکمنستان و ارمنستان از دست دادیم، بحرین رو از دست دادیم. حالا یه ملتی که از جای دیگه هیچی نیاورده، هرچی هست مال خودشه، الانم با دانش خودش داره جلو میره، الانم با توانایی خودش داره جلو میره، بالاخره میرن در خونه مردم غذا توزیع میکنن، مانور مواسات، این بسیجی ها که کسی گرسنه سرشو نذاره زمین، همین تلاش های ممدوح رو میکنن، بالاخره در سیل خسارت و تلفات وارد میشه. من کتمان نمی کنم ما ضعف مدیریت داشتیم و داریم، خب دعوای اصلی ما همیشه در تریبون ها با همین مدیران ناکارآمد بوده دیگه. ما کتمان نمی کنیم در آتش سوزی ها، خب طبیعتا باید در جنگل ها وقتی که مثلا در زاگرس آتش سوزی میشه باید
با راندمان بهتری، با کارایی و بازده بهتری نیروهای عمل کننده برن جلو. ما کتمان نمی کنیم در قضیه بهداشت درمان در مواجهه با پاندمی ها میشه بهتر عمل کرد. ما کتمان نمی کنیم که مثلا در ساختمون هایی مثل پلاسکو بهتر میشده عمل کرد در مهار آتش سوزی. اما ببینید هر کدوم از این اتفاقا که میفته، اولین کاری که میکنن میرن یه 4 تا کارشناس از دانشگاه ها میارن. این کارشناس ها تا میان میشینن توی تلویزیون، توی خبرگزاری، توی رادیو یا با روزنامه یا جای دیگه صحبت کنن، اول میگن این ساختمان وقتی آتش گرفته، ببینید در ممالک پیشرفته هیچ، اولین جمله ای که به کار میبرن این در ممالک پیشرفته است. همین امروز ظهر من داشتم کارم آماده میکردم، اخبار ساعت 14 رو میشنیدم، بعد از بخش خبر که دیدید یه چند دقیقه یه بحث اقتصادی دارن رو پرده، یه چیزی رو توضیح میدن در مورد این بود که ما الان 5 دهه هست که تورم دو رقمی داریم و سرمایه‌گذاری در کشور ما ناقصه، سرمایه‌گذاری اگه انجام بشه تورم زدوده میشه. اولین چیزی که این مرتضی حیدری اونجا گفت در کشورهای پیشرفته توانستند که این تورم دو رقمی رو جمعش کنن. آقا به چه قیمت؟ با چه وضعیتی؟ خب چرا همچین ادعاهایی میکنید؟ چرا همیشه یه جایی رو به اسم کشور پیشرفته میکنید؟ چون منظور انتصار ملت خودتون. خب اومدم نشستم توی ماشین، رادیو تهران روشن بود، داشتم میمدم اینجا در مورد یک مسائل اجتماعی دیگه ای داشتن صحبت میکردن، دوباره یه کارشناس آوردن در کشورهای پیشرفته. آقا این کشور پیشرفته که شما میگید کجاست که ما نمیبینیم؟ کجاست؟ آقا دموکراسی در کشورهای پیشرفته، این چیزی که تو آمریکا رخ داد این دموکراسی اینه. آقا تکنولوژی در کشورهای پیشرفته، خب اونا کسی بهشون نگفته نداشته باش، ما که دانشمندمون داره تولید میکنه میان میگن تو نداشته باش، اگه بخوای داشته باشی تکنولوژی رو میان تحریمت میکنیم، دانشمندات هم میان تو خیابون ترور میکنیم. خب اگر زمانی که اینا دنبال تکنولوژی میرفتن از این جاهای کسایی میرفتن دانشمندا اینا رو ترور میکردن، خب اینا هم به اینجا نمیرسیدن. مدام خود تحقیری، مدام ما هیچی نیستیم. اما خودشون چیکار میکنن؟ 200 تا سوپر پاور، 200 تا ابرمرد، 200 تا سوپرمن، 200 تا سوپر هیروز، 200 تا مارول، زن و مردی که اون بنتن یه چیزی رو دستش میزنه مثلا 10 تا حالت میشه، این عجیب و غریب میشه، نمیدونم به شکلهای مختلف هم این القا رو صورت میدن. پس یکی از راههایی که یک جامعه ای تبدیل به قدرت و ابرقدرت بشه این نیست که جاده زیادی بزنه، سد زیادی بزنه، تجهیزات نظامی زیادی داشته باشه، تکنولوژی بالایی داشته باشه، توانایی بالای مدیریت جامعهش رو داشته باشه. یکیش اینه که به کشوری که دشمنشه القا کنه تو هیچی نیستی، تو ضعیفی، تو اصلا این کار نیستی، تو هیچی نداری. دومیش هم اینه که بیاد برای خودش سوپر پاور به عنوان ابرقدرت، سوپرمن و سوپر وومن، ابرزن و ابرمرد تعریف کنه. که اگر نظام رسانه ای غرب نبود، اگر هالیوود و تلویزیون آمریکا نبود، اگر توان انیمیشنی آمریکا در 70-80 سال گذشته نبود، اصلا این تصویری که امروز از آمریکا و اروپا شما میبینید این تصویر اصلا تو ذهنها نبود. حالا اون بخش استادای خودفروخته دانشگاه‌ها و کارشناسای خودفروخته و خودکمبینی که بعد از 30 سال مبارزه ما با اینها، شما الان میبینید طرف توییت میزنه که ما که نمیتونیم دوچرخه تولید کنیم و صادر کنیم، چجوری شما ادعا میکنید که ما واکسن داریم تولید میکنیم؟ ببینید این استاد ممتاز دانشگاه تهرانه، این کسی نیست که یه حرف بدی زده باشه کنار گذاشته باشنش، این کلن خود تحقیر، از اهل خود کمبینی و خود تحقیریه و برای این زاویه نگاهش اصرار جدی دارن لیبرال ها و غربگراها که بهش تریبون بدن، روزنامه بدن، خبرگزاری بدن، تلویزیون های مختلف دنیا در اختیارش باشه تا مدام اینو پمپ کنه به انسان ایرانی که تو هیچی نیستی. لذا اگر یه موقعی مثلا میگیم آقا ما بدون آمریکا، بدون اروپا، بدون غرب به اینجا رسیدیم، میگن امکان نداره شما بدون آمریکا، بدون کسی قدرت خارجی اینجوری بوده باشه، پس شما حتما دارید با روسیه به اینجا میرسید.
پس حتما دارید با چین به اینجا میرسید. میگیم بابا ما وقتی زدیم هواپیمای گلوبال هاوک آمریکا رو انداختیم، این نه ربطی به روسیه داشت نه ربطی به چین داشت، خودمون بودیم. میگن نه نه خودتون نبودید. وقتی میگیم آقا آمریکا و روسیه و چین جرئت نمیکنن کماندو آمریکا رو بگیرن، ما گرفتیم جلومون زانو زدن، نه اصلا امکان نداره، شما اصلا توهم دارید. میگیم بابا ما بودیم داعش رو توی سوریه و عراق بیرون کردیم، این کارو کردیم. میگن نه اون که اصلا آمریکا بود و روسیه. آقا ببین این موشکی که زدیم تو خود عین الاسد و آمریکایی‌ها هیچ غلطی نتونستن بکنن، این نقطه ضعف بود. میگن آقا اینا که کپی کره شمالیه، هر چی شما بگید میگن این امکان نداره ما ایرانی ها اینو تولید کرده باشیم. بعد وقت حرف اینا هم زیاد شنیده میشه. اوناشون که ضد انقلابن خارج کشورن، ایناشون که اصلاح طلبن داخل کشورن، هیچ کس هم رو برشون اعتراض نمیکنه. ولی حقیقتی به نام قاسم سلیمانی، اینا هر چی هم تلاش میکنن روش سرپوش بذارن، در سراسر دنیا دیده میشه. در سراسر دنیا که حالا یه جوانی وسط خیابون اصلی بانکوک توی تایلند به تصویر مثلا فیلم برداری کرده، یه برجی اونجاست و مغازه‌ها قلب بانکوک، طرف روی لباسا اون که مغازه داره و اون کسی که داره کنار خیابون داره میفروشه عکس مثلا هنرمندها و خواننده‌ها و سلبریتی‌ها یه جای مختلف دنیاست و عکس این شخصیت‌های کارتونی، حالا کنار دستشون تیشرت قاسم سلیمانی. بعد طرف تعجب کرد مثلا اونجا فیلم برداری کرده اینو توی اینستاگرام پخش کرده، آقا نگاه کنید اینجا وسط بانکوک کنار این شخصیت‌های عجق وجقی عکس حاج قاسم رو تیشرتاشون میفروشن. بعدم هر کجا از ما میپرسن میگن کجایی هستید، میگن ایرانی، میگن اه حاج قاسم، حاج قاسم جنرال سلیمانی. جهان یه جایی قبول میکنه شما این کاره اید، بعضیا در داخل حاضر نیستن قبول کنن. این بعضیا در داخل میشن لیبرال ها و غرب‌گراها، یه گروهشون هم که فارسی صحبت میکنن در خارج از کشور و به اسم ضد انقلاب، میگن اصلا شما چیزی نیستید، کی گفته اصلا ما اینیم، کی گفته ما اونیم، کی گفته ما اینجوری هستیم. این خود تحقیری در تفکر استراتژیک یک سازوکار داره. سازوکارش اینه که برای اینکه جلوی این خود تحقیری رو بگیرن، اولا نذاشتن تو رسانه هاشون این چیزا اینقدر اینجوری مطرح بشه. ما مثلا در طول سال چند تجمع داریم در کشورمون، تجمع اعتراضی صنفی، مثلا معلم‌ها اعتراض میکنن، تجمع اعتراضی ناکارآمدی مدیریتی در قضیه بورس، مردم پولشون رو گذاشتن میان اعتراض میکنن، تجمع در مورد مثلا محیط زیستی، آب از فلان استان باید میرفته به فلان استان، کشاورزه اونجا اعتراض میکنن راه رو میبندن، یا موارد دیگه. اینا تجمعات صنفی، میگن آقا یه جامعه اینقدر باز مردمش بلند میشن اعتراض میکنن، فریادشون رو میزنن، بعد بعضی از مدیرها میرن جواب میدن، بعضیا از تهران بلند میشن از مجلس میرن جواب میدن، بعضی رسانه بهش میپردازن. اگر اینجوری باشه میگن آقا ببینید به اعتراضات مردمی رسیدگی میشه. اگر که انجام شد، حالا جامعه این ظرفیت رو داشت، این چیزا داخلش انجام شد که پیگیری بشه، صدای مردم رسیده بشه، میگن ببینید آها اینا حکومت رو نمیخوان، دارن براندازی میکنن. بعد شما سال گذشته توی آمریکا دیدید 154 روز از 365 روز 154 روز مردم تو خیابونای آمریکا بودن بعد از ماجرای اون سیاه‌پوسته و کشت و کشتاری که شد و این همه وضعیت فاجعه باری که به وجود اومد و مجسمه‌های اصلی رو کندن انداختن پایین، و اون برای براندازی نبود. اما اینا که میان اعتراض میکنن میگن آقا کارخونه ما بسته شده، ما 10 ماه حقوق نگرفتیم، یه بنرم میارن میگن آقا ما سیاسی نیستیم، برانداز نیستیم، رسانه‌ای ضد انقلاب سوء استفاده نکنید، ما اومدیم حقمون رو بگیریم. اینجا میشه آها شما دارید الان میبینید با یک جریانی که قیام کردن میخوان براندازی کنن. همه شبکه‌های اجتماعی پر این مزخرفات. خب حالا شما به عنوان کسی که اندیشه ورز استراتژی هستید، به نظر شما راه حل چنین موضوعی رو غربی‌ها در چی دیدن؟ در این که بیان یه شخصیت‌های تعریف کنن به نام مارول و این شخصیت‌ها سوپر هیروز هستن، ابر انسانن و اینها در بخش‌های مختلف میان یه کارهایی میکنن و این حس رو به جامعه القا میکنن، به نسل بعد، به کودکان، به نوجوانان، که شما خیلی چیزا هستی، تو اینجوری باش، اینجوری عمل کن. یعنی یک آرمانگرایی کاذب و این فرد رو تو اون قله نگه میدارن، بعدم تبلیغ میکنن برای کار خودشون. اما اگر آمریکا ابرقدرته، به خاطر اینه که نمیذاره کسی دیگه ای
سرشو بیاره بالا، کسی دیگه نباید سلاح اتمی داشته باشه، کسی دیگه نباید قدرت بالاتر داشته باشه، کسی دیگه نباید مثلا این و اون باشه. امروز چند نفر رو تو چین تحریم میکنه، فرداش چند نفر رو تو روسیه، پس فردا چند نفر رو تو بلاروس، 4 روز بعد چند نفر رو تو کوبا، هفته بعدش چند نفر رو توی سوریه، بعد توی سودان، بعد میاد میره توی ونزوئلا چند نفر رو تحریم میکنه، بعد میاد سراغ ایران چند نفر رو تو ایران تحریم میکنه. آخه اگر یک کسی قدرت خیلی عظیم اقتصادیه، قدرت خیلی عظیم علمی فرهنگی هنریه، قدرت خیلی عظیم نظامیه، این چرا باید بترسه که دیگران دارن چه کار میکنن؟ میترسه دیگه. لذا هر روز آمریکا داره یه گروهی رو تحریم میکنه که چرا؟ چون اینا منشأ قدرتن. چرا این 4 نفر رو تحریم کرده؟ این 4 نفر داشتن یه تکنولوژی رو مثلا مواد اولیه‌شو می‌خریدن که اگه میرسیده به اون کشور مثلا تکنولوژی فلانو می‌ساخته. پس آمریکا مادامی که 4 تا جوون از ایران و سوریه و پاکستان و ترکیه و چین و ژاپن و کره و آفریقای جنوبی و جای دیگه بلندشن برن توی ایالات متحده به عنوان مغز و براش این مواد رو تولید کنن، این تکنولوژی رو تولید کنن، ابرقدرته. اگه کسای دیگه این مواد رو تو دنیا پیدا کنن ببرن تو کشور خودشون باهاش چیزی بسازن، این خطر برای آمریکا. آمریکا باید بیاد اینا رو تحریم کنه و اینجوری ابرقدرت. والا دیدید هر وقت باش در افتادیم دیدید که این آمریکا چقدر ضعیف. بارها کماندوهاش تو جنگ نزدیک، درگیری روبرو، درگیری تن به تن گرفتیم، آوردیم. خنده داره که فرمانده نیروی دریایی بیاد بگه آقا این بچه‌هایی که کماندوی آمریکایی گرفتن با دمپایی تو، یعنی با دمپایی بودن توی قایقشون. خب زشته برای مثلا آمریکایی یا برای اون کسی که میگه آقا اینا خیلی شکست ناپذیرن. آقا یه بار، دو بار، سه بار، چند بار ما اینا رو گرفتیم. آقا حالا این اتفاقی بوده، این درگیری رو در رو که طرف باید خودش تصمیم بگیره دیگه. یعنی الان اونو دیده از فاصله 10 20 متری باید تصمیم بگیره اسلحه‌شو برداره شلیک کنه. اونجا که هواپیمای گلوبال هاکش اومده زدی انداختی، اونجا که هواپیمای آرکیو اومده گرفتی نشوندیش، اونجا که هواپیمای ایگلش رد شده گرفتی زدی نشوندیش، اینا هم که هیچ اتفاقی بود. اونجایی که میگی آقا قاسم سلیمانی رو زدی شهید کردی، من الان حمله میکنم مثلا به مواضع تو، میگه اگه تو بزنی منم 52 نقطه ایران رو میزنم، بعد جوابشو میدی و بعد موشک میزنی به تاسیساتش، تاسیسات اصلی ترین پایگاه نظامیش، باز میگن آقا این که اتفاقی بود. میگی بابا هیچ زمانی هیچ پیامبری، زمانی هیچ امام معصومی 43 سال امکان شکل دهی به حکومت دینی نبوده. میگن آقا این سیستم که دیکتاتوریه، اینم که هیچ. بعد میگی آقا مگه آمریکا قوی نیست؟ آمریکا چرا بعد 43 سال نتونسته جمهوری اسلامی رو براندازی کنه؟ مگه هر روز نمیگه رژیم چنج، رژیم چنج، تغییر حکومت، تغییر حکومت، تغییر حکومت؟ چرا هیچ غلطی نکرده؟ آقا این که اصلا آمریکا نخواسته، اگه میخواست مثل افغانستان و عراق اشغال میکرد. خیلی خوب، 1380 افغانستان رو اشغال کرده، 1400 داره میذاره فرار میکنه از افغانستان، دوباره افغانستان رو داده دست طالبان. مگه نمیگفتید آمریکا شکست ناپذیره؟ پس چرا آمریکا دوباره افغانستان رو داده دست طالبان؟ مگه نیامدن که اینجا دموکراسی تراز بیارن، نمیدونم چه کار کنن؟ دیگه دولت افغانستان که با آمریکا رابطه داشته، اونا که تحریم نبودن، اونا که نمیدونم قانون ایسا و قانون کاتسا و چرخه دلار یوترن و نمیدونم این چیزا رو که نداشتن، پس چرا این وضع اقتصاد افغانستانی، وضع امنیت افغانستانه؟ مسخره میکنن، میگن عوضش مثلا نگاه کن امنیت داریم. خب آقا نگاه کن اون افغانستان که امنیت نداره، چه چیزای دیگه رو آمریکا بهش دادن؟ آمریکا بعد 20 سال چه کار کرد اونجا؟ هیچی. پس معلومه آمریکا هیچی نیست. تو ذهنیت اینجوری داری که فکر میکنی آمریکا خیلی چیزاست، اروپا خیلی چیزاست. اگر اجداد ما هم میرفتن جای دیگر رو غارت میکردن، 400 سال پیش منابعشو میآوردن اینجا، یا مثلا فرض کن جاهای دیگه دنیا رو ناامن میکردی تا جووناشون به اسم دانشجو بلندشن بیان اینجا فکر تولید کنن، چه اتفاقی میافتاد؟ خود اون یاری ژاپنیه کوکو، فیلمشو من سر کلاس نشون دادم دیگه توی کلبه، خودش میگه آقا این آمریکایی که میگید کجاست؟ میگه بابا این سیلیکون ولی یه دره توی کالیفرنیا که اصل صنایع آمریکا، صنایع پیشرفته آمریکا اونجاست. میگه اینایی که الان تو این سیلیکون ولی هستن اکثرا یا ترکیه‌ای ان یا چینی ان یا ژاپنی ان یا کره‌ای ان یا ایرانی ان یا مکزیکی ان یا راست میگه آمریکا خودش افراد اصلیش و مردم اصلیش اصلا این کاره نیستن. بله همین ویدئو بود که من اینجا سر کلاس نشون دادم. خود اینم ژاپنیه دیگه، خود این الان یکی از فیزیکدانای ارشد آمریکاست، خود این ژاپنیه.
خودش اصلا اینجا رسمانی که بابا اصلا شما تو آمریکا به من نشون بدید کیا دارن کار رو جلو میبرن. اما شما نگاه کنید این حرفایی که من زدم برای شما چقدر کف جامعه عجیبه. تو جامعه ما یه ممالک پیشرفته‌ای هست که شاخصش میشه آمریکا، میشه اروپا، و اینها خودشون زحمت کشیدن به اینجا رسیدن، اصلا دست تو جیب آفریقا و آمریکای لاتین و آسیا نکردن. اگه زلزله بیاد همه چی رو حل میکنن، اگه سیل بیاد همه چی رو در فوری حل میکنن، اگر کرونا بیاد فوری واکسنشو میسازن همه رو درمان میکنن. بعد اگر بگی اینا یه مشکلات بنیادی دارن، اینا مثلا بخش عمدهشون حرامزادن، آماری هم که دادن خودشون منتشر کردن، میگن آقا شما چه کار مسائل اخلاقیشون دارید، نگاه به تکنولوژیشون کن. خب منم شما به عنوان توریست بلند میشی میری توی مصر، بهت میگم برو نگاه کن اونجا چه کار داره که مشکل اعتقادی و فکری و اخلاقی فرعون و دور و بریاش غلط بوده، نگاه کن ببین تکنولوژیشون چقدر بالا بوده، 3200 سال هنوز آثار اهرامشون سر پاست، اهرام ثلاثه شون. اما ملت ها به خاطر تکنولوژی رو پا نمیمونن، ملت ها به خاطر این ساختارهای این چنینی عمرانی رو پا نمیمونن، ملت ها به خاطر اخلاق میمونن روی پا، به خاطر فرهنگ، به خاطر اون شأن اعتقادی و دینی درست. و الا قرآن فرموده همه این قوم ها رو نابود کردیم، بقیه هم اگه اینجوری جلو برن نابود میکنیم، تعارف نداریم. اما الان سوال اینه چطور این وضع ناامیدی رو تبدیل به امید میکنن، چطور یه چشماندازی میدن که تو همه چیز هستی؟ این از طریق سوپر هیروز هاست. دیرینگونه این مال کیه؟ کی میدونه دیرینگونه این که اینا میان ابرقدرت رو، یعنی خودشون رو میگیرن ابرقدرت، القا میکنن به نسل بعدشون که ابرقدرته. اساس این دیرینگونش از کجا میاد؟ آفرین، آفرین. در تورات، کتب عهد عتیق، حضرت یعقوب چون حضرت ابراهیم دو تا پسر داشت دیگه، یعنی ابراهیم و چیز به اصطلاح اسحاق و اسماعیل. این اسحاق تیره ایست که این فرزندان مثلا فرض بگیرید او معروفن به فرزندان اسرائیل، بنی اسرائیل. این دوتای اصلی یعنی اسحاق و یعقوب شخصیت های شاخص این بخش محسوب میشن دیگه، یعنی در واقع شما رأس یهود رو حضرت موسی نبینید، حضرت موسی 3200 سال پیش بوده، اینا میرن در حدود 4000 سال پیش فرزندان حضرت ابراهیم. این در شرط شروط مسائل ازدواجش، چون دو تا خواهر بودن که این باید با یکیشون ازدواج میکرد و یه حجم زیادی گوسفند بود، باید اون گوسفندا رو جابجا میکرد. یه شب یه موجودی میاد از آسمون، این باهاش کشتی میگیره. تا صبح این زد و خورد و کشتی اینا تو تاریکی طول میکشه. به یه روایت خدا بود اومده بود کشتی میگرفت، به یک روایت حضرت جبرائیل بود. خلاصه اینا کتککاری کردن، همدیگر رو زدن، خیلی اذیت کردن، و زور اون خدا یا زور جبرائیل نرسید و موفق شد که این رو، یعنی اسحاق موفق شد اینو شکستش بده، یعنی به قول کشتیگیرا ضرب فنیش کنه، پشتش رو برسونه به خاک. بعد که این اتفاق افتاد و پشتش رو رسوند به خاک و ضرب فنیش کرد، دیگه تقریبا دمدمای صبح بود، میخواست هوا روشن بشه، این بلند شد فرار کنه، بلند شد فرار کنه، هم که پرواز کرد این پرید پاشو گرفت، پرید پاشو گرفت و گفتش که نمیذارم بری، باید به من برکت بدی. گفت اصلا تو کی هستی؟ گفتش که مثلا من خدا هم، من مثلا جبرائیل هم، ولی هرچی. این در کتاب مقدس ها، در تورات. و
بعد اینکه وقتی فهمید این خداه، محکم پاشو چسبید و گفت نمیذارم بری، باید به من برکت بدی. این لحظه آخر که داشت میرفت، یه لگدی زد به پای مثلا چپ این بنده خدا و این دیگه از اونجا به بعد پاش داغون بود. اینه که یهود حیوانی رو که ذبح میکنه مثلا میگفتن گوشت پایه نمیدونم چپش رو به خاطر حرمت این قضیه نمیدونم نمیخور، از این دست خرافه ها. گفت خب تو به من باید برکت بدی. این همچه که داشت میرفت یه لگدی زد به اینو میخواست پرواز کنه فرار کنه بره، گفتش که تو از این به بعد اسرائیلی، تو دیگه مثلا یعقوب نیستی، اسرائیلی. اسرائیل یعنی مقاوم در برابر خدا، یعنی کسی که خدا رو شکست داده، کسی که جبرئیل رو شکست داده، مقاوم در برابر خدا. این مقاوم در برابر خدا که در این کتاب مقدس اومده، خب خیلی نچسبه، اصلا باورپذیر نیست. کلی هم براش نقاشی کشیدن، کلی هم براش داستان پردازی کردن. ببینید این دیرینگونه که اولین بار اینا اومدن گفتن برای اینکه بگیم قوم ما قوم برتره و ما دیگه بنی اسرائیلیم، میگیم ما خدا رو شکست دادیم، خدا به ما برکت داده، گفته تو اسرائیلی، تویی که دیگه اسرائیلی یعنی خدا رو شکست دادی و در مقابل خدا شکست ناپذیره، تو کلن کلمه اسرائیل یعنی شکست ناپذیر، تو که شکست ناپذیری بیا و اینجوری عمل کن. این حس رو به یهودی ها همیشه منتقل میکنن که شما تونستید خدا و جبرئیل و دیگران رو شکست بدید، شما اصلا شکست ناپذیرید، شما کلن شکست ناپذیرید. این حس مونده. حالا این حس رو آوردنش در 80 سال پیش در مارول ها، در مارول ها یه شخصیت درست کردن به نام سوپرمن. سوپرمن کسیه که همون کاراکتر شخصیت حضرت موسی کلیم علیه السلامه و این شکست ناپذیره. میخوان القا کنن به جامعهشون که شما شکست ناپذیرید، شما هیچ اتفاقی نمیتونه شما رو شکست بده. این شکست ناپذیری رو آوردن رسوندنش به جایی که دیگه حالا کودک شکست ناپذیر، زن شکست ناپذیر، دختر شکست ناپذیر، انواع موجودات شکست ناپذیر، 200 تا مارول، یعنی 200 تا شخصیت تعریف کردن. و خب این حس رو منتقل میکنه. الان برای کودکان مثلا فرض کنید این سری انیمیشن های جدیدترشون مثل این ماجراجویی در پاریس و نمیدونم ماجراجویی در کجا، یه دختر پسری هن که آره این دختر پسره مثلا روابط عاطفی دختر پسر تو نوجوانی رو نشون میده، بعد اینا تبدیل میشن به یه موجودات عجیب و غریبی. حالا غیر از این که بلوغ جنسی بچه ها رو ارتقا میده، مناسبات عاطفی زود هنگام رو در بچه ها به غلیان میاره، یک بچه کلیدیش هم اینه که نشون میده چطور اینا شکست ناپذیرن. خب بچه ای که تو سن مثلا 4 سالگی 5 سالگی 6 سالگی این حجم انیمیشن رو دید، خب دیدم چقدر این در این بچه ها ایجاد غرور میکنه، ایجاد شخصیت. خب این فردا ماجراجویی در پاریس یا مثلا اون کارتونی که شبیه همین سوپرمنه، اون چی شگفت انگیزان و فلان و اینا رو وقتی میشینن میبینن میگن اون جامعه ای که خانوادهش اینجوریه، یعنی تو اون شگفت انگیزان مرده خودش سوپرمنه، زنش به اصطلاح سوپر وومنه، دخترش و پسرش هم عجوبن، این همیشه جامعه اطراف خودش رو یه جامعه عقب مانده کنار گذاشته شده ناتب عاجز تلقی میکنه و اون جامعه رو یه جامعه برتر. نمونه های اینجوری رو زیاد دیدم ها، یعنی خانم جوانی که اینجا درس میخونه بلند میشه میره مثلا تو اروپا، بعد زنگ میزنه تو این برنامه های مثلا فرض کنید تلویزیونی آمریکایی ها که آمریکا هیونه، یعنی مثلا همون بهشته، بعد تو رو خدا راهنمایی کنید من چجوری میتونم از این فرانسه بلند شم بیام تو آمریکا. و چرا؟ چون همین القاعات صورت میگیره.
حالا هی بگو این جامعه یه جامعه ایه که درش اخلاقیات نابود شده، اون جامعه مناسبات اقتصادیش روی رباست، اون جامعه مناسبات اخلاقی جنسیش غلطه، ولی القاعاتی که شده اصطلاحاً تسخیر قلب ها و ذهن ها، the battle for hearts and mind، نبردی برای تسخیر قلب ها و ذهن ها، قلب ها رو مملو و از حب به خودشون میکنن و بغض به کشور مبدأ، و ذهن ها رو مملو و از انگاره هایی میکنن که برای خودشونه و نفی این قضیه. حالا اون افراد به عنوان استاد دانشگاه و کارشناس و متخصص هی میان میشینن تو رسانه میگن در ممالک پیشرفته، در کشورهای پیشرفته، در اونجا. آقا بس، راه اصلاح این و راه حل چنین سازوکاری اینه که یه ملتی برای خودش مارول تعریف کنه دیگه، یه ملتی قهرمانانی تعریف کنه. حالا مال اینا اسطوره‌ای، مارول هاشون انیمیشن، بازی کامپیوتری، فیلم سینمایی، ما قهرمانان واقعی داریم، یعنی همین 300 هزار تا شهیدی که دادیم و 300 هزار تا شهیدی که داشتیم. این که دیدید من اینقدر حساسم روی یادواری شهدا و وقت میگذارم، حالا موقعی که امکان رفتن باشه و شرایط کرونا نبود و این حرفا، حضوری میرفتم خدمت خانواده شهدا وقتی دعوت میکردن برای مراسمشون. این مواقع دیگه دیدید برنامه لایو براشون میریم و اینو بعد، چون اون حرفی که شریعتی زد که علی علیه السلام حقیقتی بر گونه اساطیر، اسطوره ها حقیقت ندارن، اسطوره ها تخیلی ان، اما ابر انسان ها واقعی ان، حقیقی ان. امام علی حقیقت داشت در مقابل اسطوره ها، اسطوره هایی که فردوسی تراشیده در شاهنامه، مثل رستم و سهراب و گرسیوز و نمیدونم فریدون و نمیدونم ضحاک و همه اون شخصیت هایی که میدونید، یا اسطوره هایی که در ایلیاد و اودیسه هومر طراحی شده، مثل مثلا هلن و پاریس و آگاممنون و هکتور و آشیل و اینها، همه از ذهن یک نفر تراوش کرده، حقیقت ندارن. اما ابر انسان‌های الهی مثل انبیا و ائمه حقیقت دارن، واقعا وجود داشتن. در مقابل اون میتولوژی یعنی اسطوره شناسی و حقیقتی که شریعتی اونجا ترسیم میکنه درباره امام علی، اینجا شما دیدید من هی مدام میام میگم این سلبریتی ها پفکیان، این قهرمانان فوتبال، قهرمانان سینما، قهرمانان سیاست، قهرمانان بیزینس و تجارت، اینا هیچی نیستن، اینا در یه چیزی سر آمدن، در بقیه 99 حوزه دیگه ناکار آمدن. یعنی فوتبالیسته تو زمین فوتبال خوبه، معلوم نیست شهروند خوبی باشه، معلوم نیست همسایه خوبی باشه، معلوم نیست همسر خوبی باشه، معلوم نیست پدر خوبی باشه، معلوم نیست. دیدید دیگه سیاستمداراشون همینطور، ترامپ رو نگاه کنید، فوتبالیستاشون رو نگاه کنید، همین لیونل مسی رو، هنرپیشه‌های زن و مردشون رو نگاه کنید، خواننده‌هاشون رو نگاه کنید. اما علی علیه السلام در همه چیز نمونه بود، پدر خوب، همسر خوب، فرزند خوب، حاکم خوب، شمشیرزن خوب، قاضی خوب، سیاستمدار خوب، در همه چیز امام علی علیه السلام سرآمد بود. وقتی ما میام سراغ شهدامون، شهدام ما هم اینجوری هم دیگه، شهدامون در سطح زندگی خودشون در همه چیز نمونه بودن. اینی که شما میبینید من حقیقتی به نام شهدا رو در مقابل اسطوره هایی به نام سلبریتی ها در جامعه تفکیک میکنم در حوزه سینشین، که این جواب بیفته که آقا کیا واقعی هن، کیا حقیقی هن، کیا حقیقت ندارن و باطل هن. اما اونا میان از طریق یا امروز شخصیت هایی که وجود خارجی دارن به نام سلبریتی، سلبریتی وجود خارجی داره، اینجوری اسطوره سازی میکنن، یا از طریق شخصیت هایی که وجود خارجی ندارند مثل سوپرمن، مبتنی بر همون دیرینگونه ای که اینا خدا رو شکست دادن، این یهودی ها حضرت جبرئیل رو شکست دادن، اومدن باشون کشتی گرفتن با یعقوب، یعقوب اونا رو زده زمین، خاکشون کرده، ضرب فنیشون کرده، رسما اعلام شده که این درست بود، زده شد، بعد از روی این فرمول استفاده کردن، آمدن دارن هی غلو میکنن، هی اغراق میکنن که خدا رو شکست دادیم، همه رو شکست دادیم، حالا اومدیم بشریت هم شکست بدیم. این جوی که درست کردن خب کاذبه دیگه، این جو کاذب بادکنکی رو یه سوزن بهش میزنی میتره که دیدید دیگه. ما مهمترین کار کردی که انقلاب اسلامی داشته تربیت
انسان‌های صالح و سالم بوده، این 300 هزار تا شهیدی که شما دیدید. و کارکرد دومش این بوده که ابلیس، شیطان، آمریکا، مدرنیته، این سازوکارهای دروغین رو یه دونه سوزن زده به این بادکنکش، ترکوندش، پوچ بودن و هیچ بودن این رو عملا نشون داده. لذا ما الان یه مشکلی داریم، مشکلمون اینه که وقتی شما در معرض بازی کامپیوتری، انیمیشن ها، فیلم های سینمایی و غیر و قرار میگیرید، حس میکنید اون جامعه یه چیز عجیب غریبی، یه چیز دیگه است و هی شما خودتون رو تحقیر میکنید، ما هیچی نیستیم، اونا یه چیزی هستن. بعد وقتی در مقابل جریان علمی و کارشناسی قرار میگیرید، اینا هم هی میشینن میگن که ما در اینجا مشکل داریم در ممالک پیشرفته، فوری هی ارجاع میدن به یه ممالک پیشرفته. حالا میگی آقا اون ممالک پیشرفته در تربیت انسان چقدر موفق بودن؟ یه دونه شهید دارن؟ نه، عمده آدماشون که با دیپیرون و دیازپام و نمیدونم انواع ترامادول ها و اینها باید بخوابن، با مشروب الکلی و موسیقی نمیدونم چه و چه باید آرامش به خودشون بدن. و چجوری شما میگید اون جامعه جامعه آرمانیه؟ انسانش که پوکیده، داغونه، فرهنگش که داغونه، مناسبات اخلاقیش که غلطه، مبانی اقتصادیش که ناجوره، ادعای حقوق بشر میکنه، ظلم و جور به دیگران رو ترویج میده، چجوری شما میگی اون جامعه پیشرفته است؟ میگه نگاه تکنولوژیش کن. میگم خب تو هم نگاه کن به اهرام ثلاثه مصر، اون موقع تو پیرو موسی می بودی یا پیرو فرعون؟ این خودباختگی جماعت کارشناسی و این خودتحقیری در مقابل این آثاری که اینا ارائه میکنن، یک وجه تفوق اونا در ایجاد ابرقدرتیشون. این موضوع الان برای شما ابعادش روشن شد که ضرورت این قضیه چی بوده، چیه. و در جلسات قبلی که من به سوپرمن پرداختم، این وجه رو روشن کردم در رویکرد قدرت مدار، که هنگامی که شما این مبحث رو سر کلاس و جلسات درس برای کودکان، به خصوص برای پسر بچه‌ها داشته باشید، این حس رو بهشون بدید که اون شخصیت، شخصیت کاذبه. و برای ابرقدرت شدن، کارشناسان و جریانات رسانه‌ای میان برای کشور خودشون ابرقدرت‌ها رو، ابر انسان‌ها رو نشون میدن. حالا اونا در شخصیتشون میان سوپرمن میسازن، ما در شخصیت‌هامون میریم قاسم سلیمانی رو تعریف می‌کنیم، میریم حسن ترانی مقدم و حسن باقری و صیاد شیرازی و بابایی و محسن حججی و یه انسانهایی رو میگیم که حقیقت داشتن، به قول شریعتی حقیقتی بر گونه اساطیر. ما میایم روی این شخصیت ها تمرکز میکنیم و این رو نشون میدیم. جوان ما حس میگیره دیگه، یعنی نوجوان ما، کودک ما هم حس میگیره که آقا اینا واقعی بودن، ما هم مثل اینها باشیم. این رو قبلا مبسوط بس کرده بودیم. امروز به یک نمونه دیگه ای از به اصطلاح پایان یک ابرقدرت میپردازیم. یک سوپرمن دیگه ای رو اینا پارسال به نمایش در آوردن، سال 2020، که سوپرمن شوروی ها بود، یعنی در انیمیشن رد سان، پسر سرخ، آمدن گفتن خب حالا این دفعه دیگه سوپرمن مال آمریکایی‌ها نه، سوپرمن مال شوروی ها. دوره 1945 که جنگ جهانی دوم تموم میشه، سال بعدش 1946، از 1946 شروع میشه تا 1990، 44 سال که دوره جنگ سرد و تقابل شوروی و آمریکا. با همون ریتم و با همون تم نشون میدن که یه کودکی در جامعه شوروی بود، این کودک ابر انسان بود، این کودک ابر انسان، این کودک ماورایی و ابر انسان و شخصیت فضایی قدرت عجیبی داشت. بعد این چون شوروی خیلی میخواست بگه ما داریم مثل غرب جلو میریم، هی از پیشرفت کلی عمرانیش میگفت، ما سد ساختیم، جاده ساختیم. یعنی هر وقت شما این رادیو فارسیه، رادیو موسکو رو میشنیدید، قبل از انقلاب و بعد از انقلاب، همش داشتن آمار میدادن که کشاورزیمون اینجوری شده، کانال آب زدیم اینقدر، مثلا ذوب‌آهنمون اینجوری شده اینقدر، مثلا ساختمون ساختیم، از این آمارای اینجوری. هم کاری که الان چین داره میکنه، چین هم
برای اینکه بگه من ابرقدرتم، همینجوری داره هیچ جاده میزنه، سد میزنه، اتوبان میزنه، همینجوری در حوزه سخت افزار جلو میره. ولی اگر بگی آقا چینیا فرهنگشون کو، سبک زندگیشون کو، علمشون کو، علوم انسانیشون کو، اینا که میگید که علوم عمرانی و علوم فنی و این موارده، علوم انسانی اصله، سبک زندگی اصله، تو این زمینه چی دارید؟ هیچی ندارن چینیا. چینیا فقط همینجوری دارن مثل مور و ملخ ریختن، همینجوری دارن کوها رو میشکافن، اتوبان میزنن، جاده میزنن تو سراسر دنیا، جاده های عریض و طویل، پل های خیلی بلند، رو دره ها یک پل های عظیمی میزنن، یک سد های عجیبی ایجاد میکنن، ساختمون های طولانی و مرتفعی رو میبرن بالا از این آسمان خراش های بی سابقه. این نوع اقراق‌آمیز و پروپیمون کاریست که روسا انجام میدادن. تو زمان شوروی هم اونا میخواستن بگن ما هم پیشرفته ایم، مثلا فرض کنید اروپایی داریم میشیم، اونا هم همینجوری میساختن. خب داخل این انیمیشن نشون میده که استالین صدر هیئت رئیسه شوروی اومد و با اینا این کار رو سامان داد و اینو اووردش گفت توی سوپرمن بیا این صد رو افتتاح کنو. و بعد از اونجا دیگه این حرکتاشون شروع میشه. اینا یه چیزایی داشتن به اسم گولاک. گولاک مراکز اردوگاه های تبعیدی ها بود در سیبری که افراد رو منتقل میکردن اونجا و نگهداری میکردن تا میمردن، ازشون کار اجباری میکشیدن. آیزنهاور رئیس جمهور آمریکا رو نشون میده که تماسش رو نشون میده که با لکس لوتر، همون که کچله، که توی اون فیلم های دیگه سوپرمن کچله و نماد فرعونه، اینجا شخصیتش مثبته. میاد با لکس لوتر. حالا لکس لوتر زنش کیه؟ زنش همون لینه، همون زن خبرنگار است. حالا لکس لوتر چی داره؟ مجتمع صنعتی داره و شرکت دانشبنیان داره، این تکنولوژی ها رو تولید میکنه که آقا روس های سوپرمن ساختن، منظوری که روس ها شدن ابرقدرت، تو هم سریع شروع کن یک سوپرمن بساز. میشه هم پروژه منهتن دیگه، که اینا بمب اتم ساختن و نمیدونم دانشمندایی که اونجا بودن، همین چیزی که شهید فخری زاده در حوزه سپند در حوزه صنایع نظامی کار میکرد. آمریکا یه چیز دارن به اسم دارپا. دارپا اون مجتمعی صنعتی نظامیه که شرکت‌های دانش‌بنیان جمع میشن اونجا و در تشکیلات دارپا تکنولوژی پیشرفته کار میشه، در صنایع هوایی، در صنایع به اصطلاح موشکی، در صنایع دریایی، در مواد پیشرفته برای ساخت تکنولوژی برتر، در اینترنت، همه اینا کار زیرمجموعه‌ای مثل دارپاس در وزارت دفاع آمریکا. یک کسانی مثل لکس لوتر مثلا مسئولی همچین جاهایین که این صنایع پیشرفته رو کار میکنن. حالا اونجایی که در کشور ما صنایع پیشرفته اینترنت و مثلا مواد اولیه و تکنولوژی موشکی و اینا رو کار میکرد، اسمش میشه سپند، یعنی مخفف سازمان مثلا تکنولوژی پیشرفته است که شهید فخری زاده بالا سر اینجا بود، که از سالهای قبل دنبال این بودن که ایشونو بیان ترور کنن. خب اینجوری میشن ابرقدرت. خودشون اگه دارپا داشته باشن اصلا به مخیله شما خطور نمیکنه بلند شی بری سران دارپا و مقامات اینا رو ترور کنی که اینا تو دارپا به اینجا نرسن. بعد اینا بلند میشن میان دارپای شما رو به قول خودشون میکشن، ترور میکنن، به شهادت میرسونن. در این حوزه لکس لوتر رئیس جمهور آمریکا باش تماس میگیره آیزنهاور که اونا یه چیزی درست کردن، تو هم یه چیزی درست کن، اونا شدن ابرقدرت، ما هم بشیم ابرقدرت، تکنولوژیایی درست کن. و اینا یه چیزی درست میکنن به نام به اصطلاح کسی که تفوق داره و سوپرمن اونا. این سوپرمنی که درست میکنن یه موجود عجیب و غریبیه که از اونجا هدایتش میکنن. خب این سوپرمن بعدا میره شکست میخوره از سوپرمن روس‌ها و اینها میرسه به دوره رئیس جمهور بعدی، یعنی از آیزنهاور میرسه به دوره کندی. کندی میاد همین لکس لوتر رو میبره توی یک از صنایع مجتمع صنعتی نظامی دارپا. این موجود فضایی رو آوردن، یه انگشتری داره، حالا از انگشتر این کپی برداری میکنن، یک واحد ویژه‌ای، یه سرهنگی رو میارن، یه واحد ویژه‌ای درست میکنن که اینا برن اون سوپرمن رو شکست بدن. و این سوپرمن هم دیگه، سوپرمن روسا هم عصبانی میشه، بلند میشه میاد که انتقام بگیره از آمریکا. یک سلاحی درست کردن، یک هشت پایی، برنیاک. این برنیاک همین لکس لوتر اینا درست کردن.
میاد بالا یکی از شهرهای روسیه و اون شهر رو کوچیکش میکنه، مینیاتوریش میکنه توی شیشه، یعنی اسیر میکنه. خب این سوپرمن میزنه اینو مثلا منهدمش میکنه، ولی دستگاه اصلی و مغز اصلیش رو بازسازی میکنن و خودشون کپی میکشن توی شوروی. الغای این که شوروی اگر به تکنولوژی برترم میرسیدن کپی بود از آمریکایی‌ها، یعنی از آمریکایی‌ها کپی میکردن. و حالا اینا ساختن همین هشت پا رو، حالا با این هشت پا میخوان حمله کنن به آمریکا. این رو ببینید با این توضیحاتی که دادم، هدفی که از ساخته این بوده اینه که نشون بدن به در سواد رسانه‌ای به جووناشون نشون بدن دوره 45 سالی جنگ سرد رو که از آغازش که شروع میشه می‌نویسه 1946. از 1946 این ماجرا شروع میشه بعد از جنگ جهانی دوم، که به مرور در شوروی ابرقدرتی به وجود میاد به نام سوپرمن شوروی، ردسان، پسر سرخ. بعد این در 1990 که شوروی پاشید در تقابل با آمریکا و درگیری با اینها، اشاره میکنه مثلا صحنه داره مال جنگ کره بین آمریکا و شوروی، مسئله تقابل‌های گوناگونشون، دیوار چین، دیوار برلین، بین برلین شرقی برلین غربی که برلین غربی دست آمریکایی‌ها بود، برلین شرقی در دست روس‌ها و دولت آلمان شرقی که طرفدار روسیه بود. این نکات رو خیلی اجمالی تو یک ساعت به یک نوجوانی القا می‌کنه که اینا هم ابرقدرت بودن، بعد اینجوری اومدن بالا، بعد اینجوری سقوط کردند. رئیس جمهورای این دوره ها رو قشنگ نشون میده و یک سواد سیاسی، سواد تاریخی و اصطلاحاً سواد استراتژیک رو یه اشاره اجمالی میکنه، یه کاشت ذهنی به وجود میاره، عمیق نیست. یعنی اینجوری نیست که بچه دیگه اون تصاویر سیاه‌سفید رو دید متوجه بشه اینا مثلا جنگ 1953 کره جنوبی کره شمالیه یا موارد دیگه، ولی بالاخره اون حسه نسبت به دوره جنگ سرد قبلی براشون به وجود میاد. چرا الان حساسیت رو این کار پیدا کردن؟ چون جنگ سرد جدید شروع شده. جنگ سرد جدیدی که از پارسال شروع شده بین آمریکا، روسیه، چین، ایران، ترکیه، هند، برزیل و بعضی کشورهای دیگه. برخلاف دفعه پیش که جنگ سرد بین آمریکا و شوروی بود، دو قطبی بود، نظام دو قطبی، در جنگ سرد جدید یک نظام چند قطبی تقابل بینشون وجود داره و باید بچه ها رو برای 20 سال 30 سال آماده کنن برای یک جنگ سردی که چند طرف داره و تقابل در اون گوناگونه. اتفاقات افغانستان، اتفاقات سوریه، اتفاقات ونزوئلا، اتفاقات یمن، اتفاقات عراق، اتفاقات لبنان، اتفاقات جاهای مختلف دنیا رو از این به بعد باید در چارچوب جنگ سرد جدید ارزیابی و آنالیز کنید. خب این رو ببینیم. من یه تعداد محدودی دیگه از نکات و توضیحاتش مونده که انشالله عرض میکنم. هر کشور ابرقدرت از القاء ابرقدرتی به مردم خودش آغاز کرده. آمریکا مفهوم سوپر پاور رو از سوپرمن آغاز کرد. برای نمایش ذلت و حقارت دشمن هم روند فراز و فرود تبدیل دشمن به ابرقدرت و سپس فروپاشی اون رو به تصویر درآورد. شوروی و تبدیل اون به ابرقدرت شرق و آغاز جنگ سرد و فروپاشی اون از 1945 با خاتمه جنگ جهانی
دوم تا 1990 تا لحظه فروپاشی شوروی در 45 سال. فیلم سینمایی پسر سرخ تصویری از سوپرمن شوروی، تصویر سوپرمن شوروی رو به نمایش میگذاره که چگونه سر برآورد، اوج گرفت، به تخاصم و دشمنی با آمریکا پرداخت و در نهایت هم نابود شد. این فیلم انحصار سوپرمن آمریکایی رو شکست و نشون داد که مفهوم سوپرمن درباره همه ابرقدرت هاست. فیلم در 1946 در شوروی آغاز میشه با تبیین پسرک ابرکودک. در مرحله بعدی دیدارش با استالین صدر هیئت رئیسه شوروی 10 سال بعد رو نشون میده در متروپولیس، یعنی همون مادر شهر جهان نیویورک و آمریکا، در 1955 تماس آیزنهاور با لکس لوتر، لکس لوتر جوانی که البته اون موقع مو داشت. نمایش ساخت صد و گفتگویی که اونجا خود سوپرمن و استالین داشتن، میگفت که همه ما باید خود رو برای اهداف بزرگ قربانی کنیم رفیق. رفیق اصطلاحی است که در شوروی به هم دیگه میگفتن کمراد، کمراد یعنی رفیق. بهش گفت تو برای همه آرزومندان یک سمبولی سوپرمن، مردم نیاز دارن که صدای تو رو بشنون. سوپرمن رفت پشت تریبون گفت من قهرمان نیستم، شهروند معمولی هم نیستم، اما شاید برای الهام بخشیدن به اونا این روش مناسبی باشه. مردم شوروی صدر رو ساختن و مردم همیشه در اطراف ایده ها متحد میشن. مکالمه سوپرمن و لوئیس، اون خبرنگار روزنامه دیلی پلنت، بهش گفت من تا 12 سالگی بشر زمینی بودم نه فضایی. الغای اینکه کشورهای ابرقدرت در دوره ابرقدرتیشون فرازمینی هستن، حالا یه الغایی هم از اون سازوکارهای دینی، در واقع اینکه بالاخره حضرت موسی به عنوان یک منجی از فراتر از عالم مادی، یعنی از عالم وحی و عالم غیب سخن میگفت. گفتش که من فقط این سیاره رو میشناسم و برای محافظت از اون هر کاری میکنم. لوئیس گفتش که آمریکا الان از یک جهان آزاد محافظت میکنه و من کتمان نمیکنم که یک شکاف بین رویای آمریکایی و واقعیت آمریکایی، امریکن ریالیتی، وجود داره. اما شما توی شوروی وضعتون بدتره، اگه در آمریکا بین رویای آمریکایی و واقعیت آمریکایی شکاف وجود داره، در شوروی شما گولاک داره مواجه شد. اینجا مسئله مطالبه عدالت و بازگشت به عدالت رو مطرح کرد و توی گولاک سوتلانو بهش گفتش که منتظر بودم تا سوپرمن منجی بیاید، یعنی برای نجات انسان ها. همیشه مسئله منجی و منجیگرایی و اینکه کسانی برای نجات باید بیان و همیشه اینکه ملت ها منتظر مصلح اجتماعی هستند تا مصلح اجتماعی برای نجات بیاد، این همیشه یک اصله، یک منجی باید بیاد. سوپرمن خطاب به استالین صدر هیئت رئیسه شوروی توی کرملین گفت ما نیاز داریم که شکاف بین ایدئال های کمونیستی والا و واقعیت بیرحمانه موجود رو ببندیم. پس دو تا تعبیر داشتیم. اون زنه لوئیس لین گفت قبول میکنم که، کتمان نمیکنم که یک شکافی بین رویای آمریکایی و امریکن ریالیتی، یعنی واقعیت آمریکایی، وجود داره. اینم اومد به استالین گفتش که ما باید شکاف بین ایدئال های کمونیستی والا و واقعیت بیرحمانه موجود رو ببندیم. همیشه بین رؤیایی که اونجا کار میشه و واقعیت مربوطه فاصله است، اینجا هم بین ایدئال ها در ایدئولوژی کمونیستی و واقعیت بیرحمانش. سوپرمن استالین رو کشت و سرمحافظ استالین ازش پرسید حالا چی؟ گفت هیچی دیگه، حالا میریم که دنیا رو نجات بدیم. آیزنهاور رئیس جمهور آمریکا گفتش که در این جنگ سرد که شوروی سوپرمن خودشو داره، ما باید به اصطلاح ما به سوی مرد میریم که موازنه قدرت رو پدید میاره. اشاره کرد به لکس لوتر، تلاش برای تفوق و برتری آمریکایی، که میگفت سوپرمن به این شخصیت روس‌ها
اینا یه سوپرمن درست کردن به اسم سوپریور من. سوپریور من یعنی سوپریوریتی، یعنی تفوق، یعنی برتری. یه سوپرمن داشتن که مال شوروی بود، سوپریور من، که در واقع اون تفوق آمریکایی رو نشون میداد، که دیگه این خطی بود که آیزنهاور دنبال کرد برای اینکه تو جنگ سرد بتونن شوروی رو با قدرت بالاتری خونساش کنن. سوپرمن گفتش که قبلا من نام داشتم، قبل از اینکه انسان بودن رو متوقف کنم و به یک سمبل تبدیل بشم. عملا در فرمگرایی الغا میکنه که ابرقدرت‌ها به فرم و سمبل و به اصطلاح نماد تبدیل میشن. هر یک از ما سوپرمن ها به تنهایی قدرت تغییر جهان رو داریم. یعنی هر ابرقدرتی، حالا شوروی یه طرف، آمریکا یه طرف، اینا مدعی هستن که هر کدومشون میتونن به تنهایی دنیا رو تغییر بدن یا نجات بدن. حالا کی این مسئولیت رو به اینا داده که دنیا رو تغییر بدن یا دنیا رو نجات بدن، این دیگه یک مسئله است که خب در محیط روشن فکریش کدوم بهش پاسخ نمیدن. آمریکا یک اختاپوس هوشمند ساخت به نام برینیاک که به استالینگراد حمله کرد و یه بخشی از شهر استالینگراد رو کوچیک کرد و به اصطلاح به صورت مینیاتوری توی شیشه قرار داد. خب سوپرمن بهش حمله کرد این هوش مصنوعی رو و این برینیاک رو ویرانش کرد و مصادرهش کردن و از روش ساختن، بازسازیش کردن. هنگامی که اینو بازسازی کردن، باز تولید کردن، در موزه مردم شناسی در اونجا اون زنه داشت برای توریستا توضیح میداد که سوپرمن اینو چطوری، این هوش مصنوعی رو، این هوش مصنوعی رو چجوری شکستش داد و الان داره سعی میکنه کاری کنه که این وقتی اون شهر کوچیک شده به یک حالت مینیاتوری در اومده، این دوباره اصلاح بشه و دوباره بازیابی بشه. هوش مصنوعی یعنی برینیاک که مثل یک هشت پا بود، توسط آمریکایی‌ها ساخته شد. روس‌ها اومدن اینو کشف رمز کردن و از نو بازسازیش کردن و از نو ساختنش و خب به کار گرفتن دیگه. اونجا نشون داد که سوپرمن داره از این بهره میبره. که بعدن این هوش مصنوعی طغیان کرد، یعنی زمانی که اینا حمله کردن به آمریکا، موقعی که بر فراز کاخ سفید مونده بود این برینیاک، بعد که صحبت کرد با لوئیس، همین سوپرمن، و منصرف شد از حمله به آمریکا و تصرف آمریکا، برینیاک یعنی هوش مصنوعی که خود آمریکایی‌ها انداخته بودن به جون روس‌ها، این هوش مصنوعی حاضر نشد از موضع خودش پایین بیاد و دیگه تصمیم سوپرمن رو نپذیرفت و طغیان کرد. این تکینگی که تحت عنوان تکینگی یا سینگولاریتی الان مطرحی که هوش مصنوعی از انسان میزنه جلو از هوش انسان و خودش سرخود دیگه دست به کارهایی میزنه، اینجا به خوبی نشون داده شد که اولا خود این تکینگی رو، خود این هوش مصنوعی رو کی ساخته بود؟ آمریکایی‌ها. فرستادن که یه تهدیدی رقم بزنه برای شوروی، بعد که شوروی گرفت مصادرهش کرد و ساختش، حالا او شوروی رو تحریک میکرد، به سوپرمن رو تحریک میکرد که باید حمله کرد به آمریکا. بعد که حالا رفتن حمله کنن به آمریکا، شوروی منصرف شده بود، سوپرمن شوروی، این حاضر نبود عقب نشینی کنه و درگیری رو شروع کرد. بعد هر دو، هم لکس لوتری که اینو ساخته بود در مجتمع صنعتی نظامی خودش، هم سوپرمن، دوتاشون به این جنبنده رسیدن که این دشمن مشترک و دشمن سوم رو باید نابودش کنن و این هوش مصنوعی که طغیان کرد دیگه از هوش بشر، یعنی نه از هوش سوپرمن دستور میگرفت، نه از هوش سازندش یعنی لکس لوتر، اینو بردن در فضا و نابودش کردن. در دهه 1960 دوره ریاست جمهوری کندی نمایش داده شد که کندی به همراه همین لکس لوتر اومدن اون سفینه فضایی که گرفته بودن و یه موجود فضایی بود که یه انگشتر ویژه‌ای داشت، اون کندی بود. بعد از به اصطلاح دورایی که گذشته بود، حالا دیگه دوره آیزنهاور و دیگران تمام شده بود، این دهه 1960 کندی اومد باز تولید یک سلاح با کپی کردن از انگشتر یک موجود فضایی رو
تدارک دیدن و حمله به نیروهای ویژه، حمله نیروهای ویژه آمریکا با اون انگشتر به شوروی، که از بحران موشکی 1962 کوباست. زمانی که کندی، قبل اینکه ترور بشه، کندی رئیس جمهور آمریکا بود، در 1962 بحران موشکی کوبا شروع شد. کوبا نزدیک ایالت فلوریدای آمریکاست، در جنوب شرق آمریکا. آمریکایی شوروی رفت موشکای اتمی بالستیکش رو گذاشت اونجا. خب یه دفعه آمریکا نگاه کرد، دید که زیر گوش آمریکا توی کوبا موشکای بالستیک اتمی شوروی قرار گرفته. آمریکا هم بلند شد اومد توی ترکیه، ترکیه عضو ناتوه، موشکای بالستیکش رو گذاشت زیر گوش شوروی، چون ترکیه از این گوشه نزدیک نخجوان و ارمنستان دیگه نزدیک به آمریکا، به نزدیک به شوروی میشد دیگه، چون این مناطق الان مستقل شدن تو قفقاز، اون موقع همه اینا جزء شوروی بود. آمریکا اومد موشکاشو گذاشت توی ترکیه زیر گوش شوروی، شوروی هم موشکاشو برد گذاشت توی کشور کوبا زیر گوش آمریکا. احتمال درگیری میرفت، این اسم شد بحران موشکی 1962 کوبا. هر لحظه احتمال وقوع جنگ میرفت. رابرت مکنامارا وزیر دفاع اون موقع کندی بعداً در خاطراتش نوشت که اگر اون جنگ انجام میشد تا 200 میلیون نفر کشته میشد. در این فیلم این برینیاک میگفتش که تحریک میکرد سوپرمن رو، میگفتش که جنگ رو با آمریکا شروع کن، حمله کن به سواحل آمریکا، میگفتش که یه چیز زرده 6.5 میلیون نفر کشته میشه. البته خود مکنامارا میگه که برآورد این بود که اگر شوروی و آمریکا شروع کنن همدیگر رو بمبارون اتمی کردن، در مراحل اولیه 200 میلیون نفر کشته میشه. یعنی اینا میزدن تو شهرهای همدیگه، خب دیگه همدیگه رو قتل عام میکرد. که از اونجا به بعد دیگه اون جریان هاتلاین به وجود اومد، خط قرمزی که تلفن قرمزی بود که رو میز دوتا رئیس جمهورا بود که اگر یه اتفاقی افتاد و از دستشون در رفت، جنگی شروع شد، بتونن تماس تلفنی بگیرن، جلو فاجعه رو بگیرن. این دوره دموکراتاست، دوره آغاز جنگ ویتنامه که شخصیت اصلیشون یعنی کندی رو نشون میده. 1962 دوره‌ای که جنگ ویژه، عملیات ویژه و کماندوها دیگه خیلی مطرح میشن، بعد جنگ ویتنام و اون مسائل شروع میشه، بعد کندی کشته میشه، کندی ترور شد. دوره جمهوری خواها مثل نیکسون و افراد دیگه شروع شد که اینا جنگ ویتنام رو ادامه دادن تا دهه 1970. موج بعدی که شما در این فیلم دیدید لحظه ای بود که در 1983 لکس لوتر اومد شد رئیس جمهور آمریکا. لکس لوتر منفی که دیگه حالا موهاش ریخته بود و تبدیل شده بود به یک به اصطلاح فرد میانسالی که در واقع کچل بود دیگه. این دوره، دوره ریگان، یعنی دوره که از 1980 به بعد ریگان شد رئیس جمهور آمریکا، یعنی جمهوری خواها. جمهوری خواها یعنی ریگان که اومد حاکم شد در 1980، که این البته وقتی نشون داد این دوره 1983 بود که دیگه الغا کرد که اینا اومدن. ریگان اومد یه بازی رو شروع کرد به نام جنگ ستارگان. در جنگ ستارگان یه پروژه نظامی عظیم بود که در فضا موشکای بالستیک شوروی که میومد توی فضا بزنن نابودش کنن. پروژه جنگ ستارگان یه پروژه عظیمی بود که متقابلا شوروی هم سعی کرد اینو خنثی کنه. در این رقابت تسلیحاتی بین شوروی و آمریکا گفتن شوروی کم آورد و فروپاشید. یکی از دلایل فروپاشی شوروی غیر از مسائل فرهنگیش و مسائل اقتصادیش، مسئله این جنگ ستارگان بود که در این رقابت تسلیحاتی دیگه نتونست رقابت کنه. خب همون دوره برای این جنگ ستارگان فیلم‌های سینمایی زیادی ساختن. اون موقع دوره دفاع مقدس ما بود، جورج لوکاس چند تا فیلم سینمایی اصلا برای جنگ ستارگان ساخته بود و جنگ‌های فضایی و این که لکس لوتر اومد با این ادبیات از 1983 به بعد رو نشون داد که اینا درگیر شدن و لکس لوتر مثلا تونست اینو شکست بده سوپرمن شوروی رو، میشه دوره لئونید برژنف. دوره برژنف، این دوره دیگه تموم میشه. بعد از برژنف یه چند تا رئیس جمهور کوتاه مدت، صدر هیئت رئیسه کوتاه مدت داشتن، چون همه پیرمرد بودن، هی تا میمدن میشدن حاکم شوروی میمردن.
یوری آندروپوف، نمیدونم یه چند تا از این اسمای اینجوری عجیب و غریب، یوری آندروپوف بود و نمیدونم آندره گرومیکو بود و نمیدونم کسای دیگه. بعد از برژنف اینا اومدن شدن را صدر ادرسه شوروی، تا اینکه بالاخره یه جوانی از کمونیستای جوانشون اومد شد حاکم شوروی به اسم گورباچوف. گورباچوف که اومد شد حاکم شوروی، چند سال بعد شوروی فروپاشید. یعنی اون یکی از کاراش این بود که شوروی رو اومد اصلاحات کنه در شوروی، شوروی رو فروپاشوند. که این جمهوری خواها میگن کار ما بود دیگه، چون دو تا دوره 4 ساله ریگان میشه 8 سال، 4 سالم بوش پدر میشه 12 سال، در دوره 12 ساله اینا که میشه همین دوره‌ای که الان لکس لوتر اینجا ترسیم کرد، اینا تونستن شوروی رو متلاشی کنن و تجزیه کنن و کار رو از بین ببرن. در دهه 1960 دوره ریاست جمهوری کندی رو نشون داد با باستولید سلاح، با کپی کردن از انگشتر یک موجود فضایی و حمله نیروهای ویژه آمریکا با اون انگشتر به شوروی. کنه از بحران موشکی 1962، حمله متقابل سوپرمن شوروی به آمریکا با برینیاک، با شعار پایان حماسه آمریکایی که پایان حماسه آمریکایی قطعی به نظر میرسه، که خب این اتفاق هم مستمرن افتاد. چند تا نکته اصلی داره که مد نظر داشته باشید. اولا تشریح جنگ سرد و خیزش ابرقدرت شوروی در یه بازه زمانی از 1945 تا سال 1990. دوم اینکه استالین و پس از او تا فروپاشی شوروی، یعنی خروشچوف، برژنف تا گورباچوف، این دوره رو فقط استالین رو ما دیدیم. دوره خروشچوف که دوره انتقادی نسبت به دوره استالین بود، تا دوره گورباچوف که فروپاشی شوروی بود، رو داده بود در شخصیت ابرقدرتی به نام سوپرمن. آمریکا رو از دوره آیزنهاور نشون داد، دوره کندی تا دوره ریاست لکس لوتر، صاحب مجتمع‌های صنعتی نظامی که در واقع همون دوره ریگان و بوش پدر. جنگ کره 1953 بین کره شمالی کره جنوبی، یه طرفش آمریکا یه طرفش شوروی رو نشون داد. بحران موشکی کوبا 1962 و احتمال جنگ بین شوروی و آمریکا رو نشون داد. دیوار برلین رو، یه دیواری بین برلین شرقی و غربی کشیده شد، شرق آلمان شرقی، اروپای شرقی، دیوار برلین به اصطلاح بین اروپای غربی و آلمان غربی، و اینکه شوروی اصرار داشت این دیواره برچیده بشه، این هم نمایش داده شد، یک اشاره اجمالی بهش شد. برتری پیمان ورشو رو اینجا اشتباه دوبله کرده بود، میگفت پیمان ورسای، پیمان ورشو، دوباری که مطرح کرد هر دوبار توی ترجمه اینا اشتباه کرده بودن، منظورش پیمان ورشو بود. یه پیمان ناتو غربی ها تشکیل دادن، آمریکا و اروپای غربی، یه پیمان ورشو اروپای شرقی تشکیل داد که میشد شوروی و کشورهای اروپای شرقی. منظورش از پیمان ورشو این پیمان بود، که خب در این دوبله فیلم غلط بود، حالا اینا رو باید آقایون زیرنویس کنن که دقیق نمایش داده بشه. برینیاک، هوش مصنوعی که از هوش بشر جلو زد، هم از سوپرمن هم از لکس لوتر، از هیچ کدوم دستور نگرفت و طغیان کرد و عامل بدبختی به اصطلاح این دوتا ابرقدرت شد. در نتیجه سوپرمن اون رو به فضا برد تا در فضا منهدم بشه. یعنی این نگرانی که الان ابرقدرت ها دارن، هوش مصنوعی که خودشون ساختن، الان هوش مصنوعی دیگه از بشر دستور نمیگیره و سالهای آینده صدمات زیادی خواهد زد، اینم شروع کردن تو انیمیشن هاشون دارن مخاطراتش رو نشون میدن، این تکینگی و سینگولاریتی رو. سواد سیاسی کودکان درباره جنگ سرد بین دو ابرقدرت قبلی رو این انیمیشن بالا میبره و برای تقابل قدرت‌های جدید در جنگ سرد جدید الگوهای رو نشون میده که بالاخره اینا ابزاری که دارن ابزار تکنولوژیک و اقتصادیه. آنچه در این فیلم دیدید مجتمع‌های صنعتی نظامی بود، یعنی ماشیناشون میرفتن یه جایی که پر از مثلا شرکای صنعتی، پر از سوله بود و اونجا فقط تحقیقات میکردن. همچنین که گفتم مجتمع صنعتی نظامی اصلی آمریکا اسمش دارپاه، اصلا اینکه بخش خصوصی موفقه، نمیدونم بخش خصوصی میتونه کار کنه، اینا همه شوخیه. بخشای خصوصی در این مجتمع صنعتی نظامی در یک هدف و پروژه کلانی که دارپا در وزارت دفاع آمریکا تعریف میکنه. ببینید کمپانی عظیم لاکهید که هواپیمای مسافربری تولید میکنه، کمپانی عظیم بوئینگ
کمپانی عظیم هیوز. اینا تکنولوژی غیر نظامی ساده تولید میکنن تا موشک و پوشک و هواپیمای پیشرفته و غیر و ذلک. درسته اینا همه بخش خصوصی هن. اما کجا اینا کارشون تعمیق پیدا میکنه؟ زیر نظر پروژه دارپا. هر کشوری از نظر تکنولوژی به سطح قابل قبولی رسیده یه چیزی شبیه دارپا در وزارت دفاعش داره، اونا میان به بخش خصوصی این امکانو میدن که کار رو تولید کنن، یک پارچه میکنن، مرتب میکنن، دسته‌بندی میکنن با بودجه کلان نظامی که بهشون میدن. اون بخش خصوصی ها میان یک تکنولوژی پیشرفته رو درست میکنن، یه بخشش برای بخش مردم، یه بخشش هم برای مصارف نظامی، مثل اینترنت، مثل مجموعه اینترنت. بالاخره الان شما میدونید مایکروسافت خصوصیه، تشکیلات بیل گیتس، گوگل خصوصیه و هر کدوم از مجموعه دیگه هم همینطور. اما اون چیزی که مشترک در همه این هاست اینه که همه اینا مجتمعی تابع مجتمع صنعتی نظامی وزارت دفاع. رژیم صهیونیستی اینجوری کار میکنه، تکنولوژی نظامیش اینجوری جلو میبره. آلمان همینجوری جلو میبره. چین الان همینطوری داره کار میکنه. کمپانی داره به نام نورینکو، کمپانی گوناگونی داره که همشون وابسته به وزارت دفاع چین هستن. روسا همینجوری کار کردن، فرانسوی ها همینجوری کار میکنن، انگلیسی ها همینجوری کار میکنن. این تلقی عامیانه‌ای که وجود داره، هر کی رفت نمیدونم 4 تا دانشگاه صنعتی مهندسی گرفت اومد بیرون، 4 نفری جمع شدن یه شرکتی زدن، یا یه بخش خصوصی اومد یه کارخونه بود در حد مثلا صنایع خودروسازی، اینا میتونن یه کشوری رو صنعتی کنن. مطلقاً چنین تلقی اصلا اتفاق نمیفته. استراتژی صنعتی در هر کشوری شامل اینی که اول صد تکنولوژی که مال نظامی هاست رو در جایی به نام وزارت دفاع اون کشور تعریف میکنن، یه چیزی شبیه دارپا. پروژه دارپا که تعریف شد، یه آدمایی رو میذارن بالای سر این، اینا تکنولوژی پیشرفته رو برای 25 سال آینده مطالعه میکنن. مواد نیاز داره، یک مواد پیشرفته ای رو مطالعه میکنن. آینده تکنولوژی هایی که الان درآمدزا نیست، اگه ساختی فرستادی تو بازار مردم نمیتونن استفاده کنن، اول اینا رو برای نیروهای مسلحشون میسازن، هوایی باشه، دریایی باشه، سایبر باشه، توپ و تانک باشه، موشک باشه، همینا رو میسازن. بعد که اینا ساخته شد، از یه مرحله ورژن نظامی یه پله پایینتر غیر نظامیشو میارن برای مصارف مردم. هواپیمای جنگی میسازن با بیشترین تکنولوژی، حالا هواپیمای مسافربری میسازن با یه ورژن ساده تر برای مردم، ناوها و زیردریایی های جنگی میسازن، حالا کشتی های یه ورژن پایین ترش رو میسازن برای مصارف اقتصادی و غیره. اینترنت با پیشرفت سطح پیشرفتگی بالا در NSA میسازن برای مصارف نظامی، حالا یه سطح پایین ترش رو میسازن میدن دست مردم دنیا استفاده کنن. این استراتژی صنعتی خب طبعا در ایران وقتی این حرکت شروع شد و ما به ازای این دارپا که دیدید که اینا پیشرفت‌های ابرقدرت شدنشون رو اونجا انجام میدادن، میگفتش که رئیس جمهور آمریکا کندی به همین لوتر میگفت تو بیشتر از اینکه خدمتگزار سیاست و ما باشی، خدمتگزار علمی. تو علم و تکنولوژی وقتی وارد میشدن مال مثلا آرم ارتش آمریکا بود و اون پایگاهی که مجتمع صنعتی نظامی اونجا بود. اینا با علم، با تکنولوژی دنیا رو به چنگ خودشون میگیرن. حالا خروجی علم که شد آخرش نهایتا هوش مصنوعی، هوش مصنوعی اومد کله بر خودشون شد و هر دو تا ابرقدرت نتونستن دیگه مدیریتش کنن، مجبور شدن ببرن منهدمش کنن. در ایران که در وزارت دفاع تشکیلاتی شبیه دارپا شکل گرفت، اسمش شد مجموعه سپند. مجموعه سپند که در واقع مجموعه همین تشکیلات تکنولوژی پیشرفته کشور هست که فراتر از تکنولوژی پیشرفته نظامی کل تکنولوژی رو کار میکرد. خب میدونید ایشون شهید فخری زاده جلسات مستمری در بخش به اصطلاح فلسفه تکنولوژی، مباحث مربوط به مباحث فلسفه صدرایی، مباحث تفسیر قرآن در مورد همین حوزه ها رو دنبال میکرد. اندیشکدهای مختلفی کمک میکردن، خب دنبال اونا میفرستاد. اتفاقا یک هفته مونده به یعنی یک هفته مونده بود که ایشون شهید بشه، یه کارگروه اصلیش اونو فرستاده بودن توی اندیشکده اینجا که نظرات مثلا مجموعه برام در بخش جنگ‌های شناختی و علوم شناختی بگیرن، اون بخش علوم شناختیشون که روی این زمینه‌ها کار میکرد. و خب اینا از 20 سال پیش دنبال این بودن که ایشونو شهید کنن، از 20 سال پیش. یعنی خودشون ببینید چجوری ابرقدرت میشن، یه مجتمع صنعتی نظامی میزنن، همه ظرفیت بخش به اصطلاح فنی و دانشمندانشون رو جمع میکنن، یه پارچه میکنن، کارو به اینجا میرسونن،
ابرقدرت شدن، میفتن به جون همدیگه. بعد همونطور که شما دیدید به مرحله هوش مصنوعی که رسید و این مرحله طغیان کرد و مرحله تکینگی و سینگولاریتی نتونستن کنترلش کنن، خودشون منهدمش کردن. اینا اینجوری میشن ابرقدرت. بعد دیگران وقتی میخوان به طور طبیعی قدرت عادی خودشون رو جلو ببرن، نمیذارن، اجازه نمیدن که شما خودت یه همچین تکنولوژی داشته باشی. اگه شما بری به سمت همچین سازوکاری، از 20 سال قبل میان مثلا میذارن تو دستور کار که فخری زاده رو شهید کنن، یا وقتی شما در انرژی اتمی میرسی به مرحله دانشمندای هسته رو میان شهید میکنن، وقتی در موشکی به یه حد قابل قبولی میرسی میان حسن تهرانی مقدم رو شهید میکنن، در سلول های بنیادی میای به یه حد قابل قبولی میرسی میان کاظمی آشتیانی رو شهید میکنن. ببینید این اون چیزیه که تو دانشگاه های ما گفته نمیشه. خودتون همتون یه دوره دانشجویی داشتید، میدونید هیچ همیشه اونور دنیا یه جایی علم سیف، ایمن، امن، آدما بهتره اپلای کنن، بلندشن برن در دانشگاه های اونجا. دارید میرید کار علمی میکنید اونجا، اصلا علم با سیاست ارتباط نداره، ورزش با سیاست ارتباط نداره، هنر با سیاست ارتباط نداره. همین که این جو وجود داره، شما تو دانشگاه شریف، دانشگاه تهران، دانشگاه دیگه، آقا اپلای کن، بلند شو برو تو اون دانشگاه ها. بعد وقتی نگاه میکنی میبینی بابا اونجا یه سیستمی هست به اسم دارپا، همه این تکنولوژی ها باید خروجیشون برسه به چیزی که دارپا تعریف میکنه. مثلا پروژه بمب اتمشون اسمش پروژه منهتن بود، یه پروژه‌ای بود که تو جنگ جهانی دوم تعریف کردن به اسم پروژه منهتن، یه محلی هست توی نیویورک به اسم منهتن. دارپا از این فعالیت‌ها شروع شده. بعد اینجا فکر میکنن اونجا یه بخش خصوصی قدرتمند اقتصادیه، یه دانشگاه هایی هم هستن همه دردشون علمه، رشد علمی میکنن میان بالا. در جوامع ما به علم و دانشمند احترام نمیذارن، اونجا اینجوریه. خب آقا اینجا دانشمند شما داره کار علمی میکنه، علم چارچوب روشمندی که خروجی اینجوری خواهد داشت. این علمم که در بسته نیست، این علم جوری اگه شما اومدی یه تشکیلاتی مثل سپند داشتی که شبیه دارپای آمریکا یا میشه، حالا هزاران بخش خصوصی رو به کار میگیره. کما اینکه مثلا قرارگاه خاتم توی سپاه که خودش که این پروژه رو انجام نمیده، وقتی میگه آقا جاده زده، سد زده، اتوبان زده، پالایشگاه زده، ستاره خلیج فارس زده، نیروگاه زده، این کارو کرد اون کارو کرده. این یک سیستم کنسرسیومیه، یک نظام هلدینگه، میاد بخش خصوصیای گوناگون رو جمع میکنه. مثلا 170 هزار نفری که به کار میگیره، 1000-1500 نفرش پاس دارن، بقیهش همین بخش خصوصیه. وارد هر استانی میشن، میخوان اونجا کارشو انجام بدن، شرکت هایی که تو اون استان هست و اون مجموعه هستن اونا رو به کار میگیرن، کار جلو میره. اگر در آمریکا بخش خصوصی وجود دارد، این بخش خصوصی رو یه نخ تسبیح، یه پارچش میکنه، ازش محصول پیشرفته در میاره به نام دارپا. حالا کمپانی لاکید، کمپانی بوئینگ، کمپانی هیوز، اینا میتونن هواپیما تولید کنن، اما در اون سطح رسیدن، ولی بالاخره باید بودجه بهشون بدی بتونن تولید کنن، چون هواپیما که پدیده ای نیست که مثلا تو همیاران بفرستی تو بازار درآمدزایی داشته باشه. خودشون از این مسیر میرن، دیگران از این مسیر بخوان برن، میان اولا امثال قرارگاه رو که میذارن توی لیست تحریم، امثال سپند و اینا رو هم که میان تو خیابون ترور میکنن. بعد این واقعیت رو شما چجوری میخوای بری بگی؟ بگی آقا اونا ابرقدرت شدن، از همین راه ها الان شما تبدیل شدید تو ایران به یه ابرقدرت، تحریمت میکنن، میتونی هنوز جاده بزنی، سد بزنی، نیروگاه بزنی، پالایشگاه بزنی، بسازی. خب از اعضای قرارگاه رو میذارن تو لیست تحریم. بعد شما هم میتونی موشک بسازی، امکانات بسازی، پهپاد بسازی، بتونی این کارا رو انجام بدی، میان ترور میکنن این دانشمندات، فخری زاده و نمیدونم تهرانی مقدم و همه رو ترور میکنن. ببین اون برای ابرقدرت شدن خودش اینی نیست که هی بگی ممالک پیشرفته، تو هم پیشرفته ای، تو هم تو این صدر رسیدی، میتونی تراز داشته باشی. اما این متاسفانه این درد وجود داره. حالا اونا میان سوپرمن میسازن، شما یه دونه سوپر هیروز برای من توی آثار نمایشی جمهوری اسلامی نام ببرید، از انیمیشن تا فیلم سینماییش. تا عشق مثلثی و نمیدونم این آتشخاله‌ای که الان تو شبکه اجتماعی توی به اصطلاح شبکه فیلمو نمیدونم مزخرفاتی که سریالی که درست میشه، هیچ کدومش من ندیدم، فقط تو تحلیلایی که میخونم که صدای همه در اومده، تا اینا مونده سینماگر ما بیاد مثلا بره بخواد سوپر هیروز برای شما بسازه. حالا یه جایی پرونده واقعی هم که وجود داره مثل گاندو میدی سریال براش درست میشه، بالا و پایین سیستم تو دولت و جای دیگه میان جلوشو میگیرن پخش نشه. اون چیزی که میتونه به شما بگه، شما میدونید که تو آمریکا رو توی دریا زدید 30 سال پیش جلو ناوهاشون زدید، کشتی بریشتون رو منهدم کردی، شهید نادر مهدوی رو 30 سال هنوز نتونسته فیلم سینمایشو بسازید.
شما میدونید که این همه سال زدید هواپیماشو انداختید، چند تا حالا ما زدیم هواپیما آمریکا رو انداختیم؟ هیچ کدومش فیلم سینمایی ساخته شده. چند بار ما سوپر کماندوی آمریکا رو گرفتیم؟ فیلماش ساخته شده. چند بار ما نفوذ کردیم تو اسرائیل، نفوذ کردیم تو آمریکا، نفوذ کردیم تو اروپا؟ فیلماش ساخته شده. هیچ. اینا این فیلما رو میسازن واقعیت نداره. ما واقعا این کارو کردیم با دشمن، دیده نمیشه. انتهای ایدئولوژی ها، متر و میزانی که دارید یه ایدئولوژی رو محاسبه کنید، ساخت انسانه. ما بهترین انسان های عالم رو در طول دوره 40 سال گذشته ساخته جامعهمون و اینا تونستن به نتایجی برسن که دوره انبیا، انبیا حسرت اینو داشتن که یه دونه قاسم سلیمانی داشته باشن. آخرش تو دوره پیامبری به نام نوح یه کشتی ساخته شد پر از حیوان، حیوانا رو نجات داد خدا، یه باغ وحش نجات پیدا کرد. اما در دوره ما این همه انسان بزرگ، 300 هزار تاش فقط شهید شده. هیچ وقت در دوره انبیا 3000 تا آدم به درد بخور نبوده. 3000 تا آدم به درد بخور در مورد دوره ائمه نبوده. ما 300 هزار تا فقط شهید دادیم. به این دلیل ما در تراز تاریخی، تراز جهانی تنها ابرقدرتی هستیم که در دوره ما بهترین و بیشترین انسان‌های به درد بخور شکل گرفتن توسط همین پدر مادرای بی سواد و همین مردم کف جامعه. هیچ کار خاصی هم نکردیم. اتفاقا همین بچه‌ها رو وقتی می‌فرستیم تو این آموزش پرورش و تو این دانشگاه خراب میشن. این بچه‌ها رو وقتی می‌فرستیم تو این آموزش پرورش، تو این دانشگاه، تو این ورزشگاه، تو این ساختار هنر خراب میشن و الا اون نطفه و شیر و لقمه بسیار بسیار خوب آدم تربیت می‌کنه. منتش متاسفانه اومدیم با غرب گیریم، مثلا خود کمبینیم. در ممالک پیشرفته چیزی دارن به نام آموزش پرورش، خب خروجی آموزش پرورششون کو. یه چیزی دارن به اسم دانشگاه، خب خروجی دانشگاهشون کو. یه چیزی دارن به اسم هنر، خب خروجی هنر خوبشون کو. هیچ. ورزش، ورزشکار باید به علی علیه السلام اقتدا کنه. شما این ورزشکارای جمهوری اسلامی رو می‌بینید کدومشون به درد می‌خورن؟ کدومشون اقتدا می‌کنن به امام علی علیه السلام؟ یارو بلند شده اندازه 50 تا روستا برق مصرف کرده، بعد فیش حقوقی اومده براش میلیونی، بلند شده اعتراض کرده که چرا برای من فیش اینجوری اومده. بعد همه بهش گفتن آه تو مصرفت اندازه مثلا چند تا روستاست، عصبانی شده چرا مثلا به مثلا به این قبض برق من اعتراض کردید. این میلیون ها مثلا فالوور دارن نمیدونم تو اینستاگرام. این دانشگاهیام که بلند میشه توییت میزنه که ما که نمیتونیم دو چرخه تولید کنیم، چجوری نمیدونم واکسن کرونا تولید کردیم؟ خود کمبی. این از قهرمان ورزشی، اون از قهرمان سینمایی که بالا میشه میره مثلا توی جشنواره کن مسخره میکنه مثلا کشور رو که نمیدونم اینجا اونجوریست. و اما اگر همون کسی که داخل خیابونای تهران ترور شد، همین شهدای هسته‌ای، هم شهید فخری زاده، اینا اگه میرفتن توی دانشگاه MIT آمریکا توزیع تکنولوژی برای اونا کار میکردن، هم تو آمریکا عزیز بودن هم اینجا. میدونید پروفسور فخری زاده در دانشگاه MIT اینجا قدرشو ندونستن اصلا، اونجا داره کار میکنه، اخیرا برگشته اومده. بعد میبرن تو تلویزیون میشونن جناب پروفسور در MIT چه خبر. شما هیچ وقت فخری زاده رو تو تلویزیون جمهوری اسلامی دیدید؟ دانشمند اتمی شما رو اینجا ترور میکنن، اما یکی بلند میشه میره مثلا تو دانشگاه آمریکا برای اونا کار میکنه. تو ایران میدونید این که ایران فایده نداره در دانشگاه ایران درس بدید. ایشون در دانشگاه های آمریکا در LA داره تدریس میکنه. ولی چجوری این کارو میکنن؟ با این فیلمی که دیدید 120 مورد فقط فیلم در مورد سوپرمن ساختن. حالا اومدن سوپرمن شوروی رو ساختن، بعد خودشونو گرفتن سوپریور من، خودشون سوپرمن، مال اینو که ساخته بودن برای اینا، برای خودشون میگفتن، برای شوروی سوپرمن، برای خودشون میگفتن سوپریور من. پس ما در رویکرد قدرتمدار میخوایم ما میتوانیم رو به بچه ها بگیم، نوجوانا، کودکان و نوجوانا بدونن که ما میتونیم. این ما میتوانیم رو میخوایم بگیم، باید تفکر سوپرمنی رو در این آثار توی سواد رسانه‌ای بهشون بدیم، آشناشون کنیم.
بگیم که چجوری در این جور ببینید خیلی هم ساده ساخته میشه، اصلا کیفیت ساخت این انیمیشن ها بسیار پایینه. دیدید دیگه مثلا یک انیمیشن هایی مثل پاندای کوینفوکار از بالاترین تکنیک انیمیشن سازی استفاده میشه، انیمیشن هایی مثل این سوپرمن پایین ترین و بدترین نوعش، اصلا دیدید خیلی ساده است. و ما میخوایم به خصوص به پسر بچه ها در سطح دانش آموزی انشالله این روحیه ما میتوانیم رو ارائه کنیم، روحیه ابرقدرتی رو، روحیه میتوانیم رو. در وجه انتقادی هم این جا بیفته که هی همیشه میگیم آقا ممالک پیشرفته، ممالک پیشرفته. ببین خودشون اینجوری تو کار علم و تکنولوژی رشد میکنن، نمیذارن دیگران رشد کنن. اینکه یه شمشیری بذاری هیچکس گردنش از این بالاتر نیاد، این که نشد هنر. اگه راست میگی بذار همه تو دنیا همه جور علمی رو، سلاحی رو، امکاناتی رو داشته باشن، بعد ببینیم تو قدرت رقابت با اونا رو داری یا نداری. این که به دیگران بگی نداشته باشید، نذاری دیگران داشته باشن، تحریمشون کنی، زور بگی، غلبه کنی بر دیگران، اگه گوش نکردن بیای ترورشون کنی، بعد بگی من ابرقدرتم، بعد وقتی احمق‌های بلندشن توی علوم انسانی بگن در اون ممالک پیشرفته آزادی بیان وجود داره، آزادی عمل وجود داره، آزادی زندگی وجود داره، افراد حق انتخاب دارن، آقا یه ملتی انقلاب کرده، انتخاب کرده یه جور دیگه زندگی کنه، انتخاب کرده دانشمند داشته باشه، دانشمنداشو خودش بپرورونه، خودش با این دانشمنداش موشک و پوشک و هواپیما و چه تولید کنن، تو چرا میای اینا رو ترور می‌کنی؟ تو چرا میگی اینا یا بلندشن بیان تو دانشگاه‌های ما تو آمریکا یا اینجا باشن، ترورشون میکنیم، تحریمشون میکنیم؟ اینا مشکلات ماست. لذا در قضیه سواد رسانه‌ای این اثر رو شما دیدید در حوزه مناسبات قدرت، و دیدید چطوری ساختار ابرقدرتی رو تشریح میکنن، تقابل، یعنی به جای اینکه بگن آمریکا و شوروی، دو تا سوپرمن درست میکنن میندازن به جون هم، میان مینیاتوریزه میکنن ساختار قدرت رو، خلاصش میکنن، زود القا میکنن. من البته نظرم این نیست که حتما با هم بریم به سمت مارول و به سمت داشتن یه مثلا سوپرمن ایرانی، و قبلا از این بحثا زیاد اینجا سر کلاس میکردیم، 10 سال پیش که اون سوپرمن ایرانی رو بچه‌ها طراحی کرده بودن، ریش داشت و بعد پرچم ایران بود رنگ مثلا لباسش رو، نمیدونم. معتقد نیستم که ما باید مثل اونا مارول سازی های مثلا این چنینی کنیم، اما آنچه که مطرحه اینه که ما چرا به قول شریعتی علی حقیقتی بر گونه اساطیر، ما چرا ابر انسان‌های خودمون رو بلد نیستیم خوب ارائه کنیم؟ وقتی قاسم سلیمانی امروز انقدر ضریب نفوذ داره که در سراسر دنیا توده جامعه، نه خواص جامعه، توده جامعه علاقه دارن مثلا تیشرتش رو بپوشن، ما که انقدر ابر انسانه حقیقی و واقعی داریم، چرا ما حاضر نیستیم تو این بخش الگو سازی کنیم و بعد بگیم که ما بودیم، ما هستیم، ما تونستیم، ما شدیم، ما این کاره ایم؟ این اشکال وارد. بعد هنوز آمریکایی که گذشته داره از افغانستان فرار میکنه هنوز برای بعضیا بوته. چجوری آمریکا بوته؟ با این فیلم ها تونسته قشنگ از خودش یک چهره ابرقدرت نشون بده، بعد طرف مقابلش هم میبره بالا، میگه دیدید شوروی هم ابرقدرت بود، سوپرمن داشت، ما توانستیم بزنیمش زمین. با چه چیزی؟ با رسانه. اینا از رسانه میترسن. این زنه لوئیس لین رو نماد مثلا رسانه گرفت، اولین چیزی که بهش گفت به جای که بگه تشکر میکنیم تو این ماهواره داشت سقوط میکرد، انداختش تو آب نیفته تو سر مردم، بهش گفت تو اگه راست میگی نمیترسی، بیا مثلا در مسائل مطبوعاتی بیا بشینیم با هم مصاحبه به من بده، توضیح بده. یعنی شما میترسید. الانم چیکار میکنن؟ الانم کلی کار رسانیمش کاسب براندازی تشکیل دادن، صبح تا شب به اینا پول میدن، اینا صبح تا شب دارن توی توییتر و توی فیسبوک و توی یوتیوب و توی آپارات و توی اینستاگرام هی دارن لغز میگن بر ریخ مردم خوزستان ریختن به هم، نظام براندازی شد. 43 ساله دارن پول میگیرن، فقط نظام با یه تجمعی که یه جا میشه داره براندازی میشه. این ساختار یه ساختاریه که در الغایی که باید به پسر بچه ها و حالا دخترها هم به یه نسبت، ولی بیشتر به پسر بچه ها، در قضیه ابرقدرتی شد، الغایی که باید بشه بهشون، این الغای اینه که دشمن اینجوری ابرقدرته و ما هم باید ساختار قدرت رو انشالله بتونیم به شکل مناسبی تبیین کنیم،
البته انسان واقعی، نه اسطوره، نه اسطوره. هزاران سوپرمنم بسازن، در تاریخ نظامی آمریکا نمیتونن از یک کسی مثل قاسم سلیمانی نام ببرن. من همه ژنرال‌های اصلیشون رو میشناسم، از دوره 200 سال گذشته تا الانشون، همه ژنرال‌های اصلیشون، همه افسرانی که میتونن سرشون به تنشون بیارزه، ایثارگر بوده باشن، کسی بوده باشن. آمریکا هیچ کسی رو نداره که به عنوان یه چهره شاخص روبروی ژنرال‌های ما رو کنه، روبروی قهرمانان و شهدای ما بگه آقا اینم انسان بزرگی بوده. نمیتونه، نداره. ولی مجبوره چیکار کنه؟ به جای این شخصیت‌ها بیاد با یه سری ماچو مثل آرنولد شوارزنگر، مثل مثلا رامبو، مثل ژان کلود ون دوم، بیا تو فیلم‌های سینماییش یه آدمای قولپیکری رو نشون بده که کلی عضله و بازو دارن، اونا قهرمانیشو با اونا نشون بده. بیا تو انیمیشن‌ها با مارول‌ها. راز ابرقدرتی فرهنگیش اینه، القایی که آمریکا میکنه به ملت‌ها. ملت‌ها فکر می‌کنن واقعا آمریکا اینجوری ابرقدرته. پس اینا اگر روپا موندن ابرقدرتن بابت این فیلم‌ها و سازوکاراست، و به دلیل همین سازوکار غلط و باطلشون میپاشن. و ما واقعیم، اینا فیکن، اینا ابرقدرت فیکن، ما ابرقدرت واقعیم. به این دلیل باید این رو جلو برد. حالا مشکلمون چیه؟ چرا این برای داخل اهمیت داره؟ چون در داخل یه جریانی، متاسفانه یه بیماری وجود داره در کشور ما. اون بیماری هم اینه که هی چپ میرن راست میان، همه میگن در ممالک پیشرفته، در ممالک پیشرفته، همش مرغ همسایه قازه. ما وقتی میخوایم اینو بزنیم، باید این رو انشالله برجسته کنیم. این کلیات این مبحث بود در رویکرد قدرتمدار. انشالله اینو در استمرار اون سه جلسه‌ای که سوپرمن رو قبلا تدریس کرده بودیم با محورهای رویکرد قدرتمدار، این ادامه اون باید تدریس بشه برای بچه‌های تقریبا کلاس پنجم و کلاس ششم، یعنی در واقع در اون رنج سنی باید انشالله دیده بشه تا اثر خودش رو بگذاره. موفق و مؤید باشید و سلام.